بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، خانم ها، آقایان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما. صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. روی شنونده ها امروز تاکید میذارم به این دلیل که ما از امروز و تا مدتی مشخص این افتخار رو داریم که از موج شبکه رادیویی ورزش هم همراه مخاطبان محترم باشیم. یعنی شما ورزشگاه رو هم شبکه 5 به شکل تصویری میبینید، هم رادیو ورزش به شکل صوتی میتونید اون رو تماشا بکنید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. امروز هم همراه شما هستیم، من و افشین عبداللهیان عزیزم. درود بر شما، صبحتون زیبا. ارادتمندم، خواهش میکنم. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 5 سیما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما خوبان هستم با برنامه ورزشگاه. امروز هم بخشای مختلفی داریم که تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. در مورد جودو حرف خواهیم زد، در مورد فوتبال حرف خواهیم زد، در مورد لیگ صحبت می‌کنیم، در مورد استقلال صحبت می‌کنیم، در مورد قراردادها صحبت می‌کنیم و کلی قسمت مختلف و متعدد هست که امروز تقدیم شما میشه. پس تا پایان ما رو همراهی کنید. سه هفته پیش ما یک موضوع نظرسنجی در برنامه مطرح کردیم که نتیجه‌اش رو تا لحظاتی دیگه خواهیم دید. چرا سه هفته پیش و این دو هفته؟ خب در جریان هستید، به خاطر ایام سوگواری سید و سالار شهیدان آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام ما دو هفته برنامه نداشتیم و این هفته خدمتون رسیدیم. ببینیم که نتیجه نظرسنجی آیا علی خطیر در مدیریت باشگاه استقلال موفق می شود به چه صورت بوده. 23% گزینه یک رو برای ما فرستادن، بله، و 77% گزینه دو، یعنی خیر. این جمع شده پیامک و فضای مجازی ماست. نه خیر، که خیر است انشاءالله. انشاءالله ببینیم چه اتفاقی برای آقای خطیر میفته که مسئولیت خطیری رو بر عهده گرفتن و روزهای سختی رو هم پشت سر میذارن و هم پیش رو دارن. این شد چهار تا دیگه از سال پیش تا الان. آقای مصطفی آجرلو، آقای علی فتح‌الله‌زاده خویی، آقای حجت سید کریمی، آقای علی خطیب و تقریبا دیگه این اواخر همه خیرها و منفی‌ها بالای اون بله هاست. عجیبه، عجیبه. دلایل متعدد داره دیگه، سخته. نمیشه شما با دست و بال بسته مدیریت کنید. برای هر کدوم از مدیران یکم باید ساختار فوتبالمون درست سر باشه. اما نظرسنجی این هفتمون که بچه‌ها روی دیوار تصویری برامون به نمایش در میارن، عملکرد کدام تیم در نقل و انتقالات لیگ برتر بهتر بود؟ 1 استقلال، 2 پرسپولیس، 3 تراکتور و 4 سپاهان. شما میتونید عدد گزینه مورد نظرتون رو به 10541 پیامک کنید یا برید در صفحه ورزشگاه به نشانی ورزشگاه آندرلاین تیوی 5 و اونجا نظرتون رو در بخش استوری ها ثبت بکنید. همراه ما باشید. این نکته مهمه. ملاک های چینش به ترتیب حروف الف با و 4 تیم اول سال گذشته در لیگ برتر. دقیقاً 4 تیم اول سال گذشته در لیگ برتر که این فصل هم به عنوان 4 قدرت میشناسنشون دیگه، یعنی دقیقاً 4 قدرت اصلی که برای مدعی قهرمانی میجنگن. استقلال خب شرایطش مشخصه، پرسپولیس هم همینطور، تراکتور و سپاهان هم همینطور. منتها نظر شما چیه؟ الان نظر شماست که فقط مهمه. همه تحلیل ها به کنار، عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید یا اون رو در بخش استوری ها ثبت بکنید. یه تسلیت بگیم. حتما. در گذشت جناب آقای محمدرضا عجمی پور، بازیکن ارزشمند سند نفت آبادان، رو به خانواده محترم ایشون، تیم ارزشمند سند نفت آبادان و اهالی فوتبال تسلیت میگیم. روحشون شاد و یادشان گرامی باد. منم عرض تسلیت دارم به جامعه فوتبال، خدا رحمتشون کنه. جوان آینده داری که متاسفانه خیلی زود پرپر شدن و درخششش رو بیشتر از این نتونستیم ببینیم. خیلی ها اصلا فرصت نکردن که نگاه بکنن و از بازی کردنش لذت ببرن. خدا رحمتش کنه و خدا به خانوادش صبر بده. بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون میکنیم، همراهتون هستیم. به نظر شما عملکرد کدام تیم در نقل و انتقالات لیگ برتر ایران بهتر بود؟ 1 استقلال، 2 پرسپولیس، 3 تراکتور، 4 سپاهان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به 10541 پیامک کنید و یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه آندرلاین تیوی 5 به گزینه مورد نظر خود رأی دهید.
صبح همگی بخیر. متشکرم که تماشا میکنید برنامه ورزشگاه رو. میخوایم در این قسمت اخبار منهای فوتبال رو با هم دیگه مرور بکنیم. خبرهای مهمی که در یک هفته اخیر داشتیم، چه بسا بیشتر از یک هفته، و فوتبال جزی از اونها نیست. چه خبری مهمتر از این که به هر حال شایعات محقق شد و آقای دکتر حمید سجادی وزیر محترم ورزش جوانان تشریف بردن. بهشون خسته نباشید میگیم و سرپرست جدیدی برای وزارت ورزش جوانان منصوب و مشغول به کار شدن که برایشون آرزوی موفقیت می‌کنیم. جناب آقای هاشمی، دقیقاً امیدوارم که هر دو عزیز موفق و سلامت باشن. خب آقای دکتر سجادی نیازی به صندلی وزارت نداشتن که حمید سجادی باشن برای ما. ایشون قهرمان این کشور هستن، عنوان دارن، رکورد دارن و همیشه برای ما عزیز. امیدوارم عملکردها و نقدهایی که در دوره مسئولیتها صورت میپذیره باعث این نشه که شخصیت حقیقی افراد رو فراموش بکنیم. آقای سجادی همیشه برامون عزیزن، بهشون خسته نباشید میگیم، حتی اگر نقدهایی در دوره وزارتشون بهشون وارد کرده باشیم یا هم اکنون هم در موردش حرف بزنیم. ایشون خدشه‌ای به عزتش و جایگاهش در قلب همه ما وارد نمیشه. اما جناب کیومرث هاشمی که خب سابقه روشنی دارن و البته چالش‌های متعددی پیش رو که باید باهاش مواجه بشن، سابقه مدیریتشون، سابقه عملکردشون، بخشایش فرازه، بخشایش فروده، باید همه اینها رو با هم پذیرفت و ببینیم که در این مسئولیت خطیر، یعنی سرپرستی وزارت ورزش و جوانان در احتمالاً یک مدت کوتاه چه میکنن، رأی اعتماد از مجلس میگیرن یا خیر شخص دیگری اصلا به جاشون معرفی میشه. ببینیم اوضاع حالو. خیلی مهمه که هرچه زودتر تکلیفم روشن بشه. اینکه یه کسی سرپرست بشه تو وزارت خونه های دیگه هم نوهن دیدیم، مثل سمت خب یه عزیزی اومد و ولی وزیر دیگری منصوب شد و رأی اعتماد مجلس رو گرفت. خب هرچه زودتر تکلیف روشن بشه که امیدوارم برای کار ورزش اونم در آستانه بازی آسیای هانگجو برای پیش بره. امیدوارم. خیلی متشکرم. با ما همراه باشید، اخبار منهای فوتبال رو تماشا بکنید. مهمانمون بین ما خواهند نشست. هفته منهای فوتبالی با مهمترین اتفاق در رأس ورزش همراه بود و بالاخره رئیس جمهور با استعفای حمید سجادی موافقت کرد و کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست وزارت ورزش انتخاب شد و شروع به کار کرد. کیومرث هاشمی در آغاز کارش گفت چالش های ورزش در حال حاضر مشخصه، اولویت بندی می کنیم و همراستا با سیاست های دولت محترم گام بر می داریم. حمید سجادی نیز در آخرین روز حضورش در وزارت ورزش گفت انتخاب کیومرث هاشمی تصمیم خوبی بود، سخته به خودم نمره بدم، من معلم هستم و سراغ کارم میرم. لعیا کریمی دختر وزنه بردار ایران در رقابت دسته 71 کیلوگرم قهرمانی نوجوانان آسیا نایب قهرمان شد. تیم ملی تنیس ایران در گروه 3 مسابقات دیویس کاپ منطقه آسیا و اقیانوسیه بر سکوی قهرمانی ایستاد. منافع هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک در بازدید از اردوهای کشتی و قایقرانی گفت در بازی‌های المپیک و آسیایی هیچ تبعیضی بین ورزشکاران ایجاد نخواهد شد. در اظهار نظری جالب، دبیر در حاشیه بازدید مسئولان کمیته ملی المپیک از اردوی تیم‌های ملی کشتی گفت ورزشکاری که حرفه‌ای ورزش می‌کنه به نظرم نباید درس بخونه، چون درس تمرکزش رو به هم می‌ریزه. آرش میر اسماعیلی با حکم رفع تعلیق به ریاست فدراسیون جودو برگشت. تنها 2 برنز حاصل کار تیراندازان ایران در مسابقات یونیورسیاد چنگدو چین بود و نتایج نسبت به دوره گذشته افت کرده بود. دوره گذشته 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز کسب شد. علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی به اعضای هیئت اجرایی پیشنهاد کرد که آب از دریاچه چیتگر به دریاچه آزادی انتقال پیدا کنه تا کاهش سطح آب دریاچه جبران بشه. علیرضا پسندیده برای 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی انتخاب شد. شمشیربازی صبر ایران در رده‌بندی جدید کسب سهمیه المپیک 2024 در حال حاضر سهمیه بهترین تیم آسیا را در اختیار گرفته و 6 شد. و هاکان دمیر سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران بعد از اعلام فهرست جدید تیم ملی گفت خط خوردن محمد جمشیدی از تیم فقط به دلیل مسائل فنی است و هیچ مشکل شخصی با اون ندارم. صبح بخیر هموطنان عزیزم، بینندگان محترم شبکه 5 و
شنوندگان محترم رادیو ورزش، متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزشگاه. این برنامه رو شما از این هفته میتونید هم از شبکه 5 تماشا بکنید، هم روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رادیو ورزش بشنویدش. مهمان عزیزی به جمعمون اضافه شده، یکی از قهرمانان ارزشمند کشورمون، یکی از کسانی که در جودو سابقه اش روشن، رئیس فدراسیون جودو هم هستن، ولی حالا نمیدونم ایشون دست از سر حاشیه برنمیدارن یا حاشیه دست از سر ایشون، همیشه انگار همراهشون هستن. جناب آرش میر اسماعیلی عزیز، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما برادران عزیزم، دست اندرکارانتون، خدا قوت، خسته نباشید. خیلی متشکرم. خدمت همه همیهنان عزیزم عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم. ان شاءالله که روز جمعه خوبی رو داشته باشن و ان شاءالله که ایام به کام باشه. ان شاءالله. جناب میر اسماعیلی خیلی خوش آمدید. به حضورتون که سوالم اینجوری شروع میکنم که خب شما به خاطر یک مشکل قلبی در بیمارستان بستری شده بودید. حاشیه‌ای که جناب کاظم زاده اشاره کردن کمک نمیکرد به اینکه مقدار بیشتری استراحت کنید تا خیال ما از سلامتی قلبتون راحت تر بشه. بلا خدمتتون عرض بکنم که خب من بعد از دوران قهرمانیم همه میدونن من به شدت تمرین میکردم، تمرین منم شاید تا روز 8 ساعت هم طول میکشید، خیلی پرکار پر تمرین بودم. خب بعد از اون یه دفعه تمرین رو رها کردم و وقتی که خب کت شلوار به تن آدم میره خب دیگه شرایط فرق میکنه و اون لباس جدا در آورده میشه. بعد از اون من 2-3 بار دچار حمله قلبی شدم. خب اینم همش ناشی از استرس، همش ناشی از، اما خیالتون راحت، نه به خاطر این موضوع نه استعفا میدیم نه کنار میریم، پرتلاش و پرکار هستیم و اصل سلامتیتون نگران کنم، مگر اینکه شما باشی خوشحالی. اما اعضای مجمع هم اجماع داشتن بر مرداد ما که شما کسی که عاشقه واقعا عشقش رو با تمام وجودش براش جونم میده. من هر چی که بعد از لطف خدا دارم خب طبیعتا عشقیه که به جدو دارم و دلسوزانه کار میکنم و فکر میکنم که خدا هم کمک میکنه تو این رو، اگر جونمونم برای کشورمون بذاریم بازم ارزشش رو داره. عزیزم دم شما گرم. آقای امیر اسماعیلی، یه مسئله در مورد شما مطرح شد که خب باعث دوری شما از فدراسیون شد و چه بهتر که خودتون از آغاز تا گرفتن حکم نهایی رو بهمون توضیح بدید، چون واژه هایی در واقع من خودم توضیح میدم، شما سخته براتون، من خودم توضیح میدم. چون برای اون اختلاس و اینا مطرح شد شما خودتون توضیح بفرمایید. خدمتتون عرض بکنم، خب طبیعتاً 4 سالی که ما رئیس فدراسیون بودیم به نوعی چالش های فراوانی رو داشتیم. خب من اختصاصا برم سر این موضوع که مردم از این کشورم تو این مدت شاید شایبه های وجود داشت، صحبت های وجود داشت توی این موضوع و من خیلی شفاف این موضوع رو بیان بکنم. خب 2 سال اولی که ما فدراسیون بودیم، خزانه‌داری رو من، خزانه‌دار دوره‌ای قبلی که بود با فدراسیون قبلی کار میکرد، خب به ایشون اعتماد کردم و ایشون رو نگه داشتم و باهاش کار کردم. خب طبیعتاً بعد از 2 سالی که با هم دیگه اختلافایی رو داشتیم، بحث جابجاییشون مطرح بود و ایشون رفتن شکایت‌های خصوصی رو مطرح کردن و بحثایی رو که تقریباً این پرونده حدود 1-2 سالی طول کشید، حالا ارگان‌های ورود کردن توی موضوع و به نوعی تمام مواردی رو که مطرح کردن در زمان حضور خودش هم بوده و خیلی جالب بود که حتی لفظی رو که محاکم قضایی به کار بردن گفتن آقا شما رفتی از خودت شکایت کردی. خب در واقع خزانه‌دار شما در دوره قبلی ریاستتون از شما شکایت میکنه. بعد از 2 سالی که خودش حضور داشت اومد شکایت خصوصی رو مطرح کرد و دلیل این شکایت چی بود؟ همه مواردی رو که شاید در زمان دوتامون اتفاق افتاده بود، به نوعی مبالغی، تخلفاتی، حالا به نوعی که شاید خیلی بحث بشه در مورد مبالغی که مطرح شد، 4 میلیون و 12 میلیون و 13 میلیون، واقعا این برای خود من هم آزاردهنده بود. کسی که واقعا 12 تا خانه جدا توی کشور ساخته یا آکادمی بزرگ ساخته و شاید مبالغی رو که من در طول این 4 سال آوردم به جودو، فکر نمی کنم هیچ رئیس فدراسیونی قبل از من تو جودو این کارا رو کرده باشه و همه رزومه ما رو می دونن. خدا رو شکر شاید واقعا اینو بگم که جلوی مردم از این کشور اون افتخاره برای من. روزی شاید با مستضعفی حتی نون نداشتم بخورم، اما محبت، خدا محبت کرد، از راه جودو اومدیم، تلاش کردیم، 4 تا مدال جهانی، 11 تا آسیایی و 14-15 سالی که تیم ملی بودم
خب طبیعتا نیاز واقعا به این مبالغ نبوده. کل پرونده من 100 و 120 میلیون بوده. این شاید به رقم‌هایی که مردم اسم اختلاسی که میاد جلوش خیلی مبالغ رو، یه دوست عزیزی حرف قشنگی میزد که میگفت چون به ریال نوشته میشه وقتی میخوننش فکر میکنن که تومان در نظر میگیرن. و واقعا هم فکر میکنم در طول این مدت سختی های زیادی کشیدیم. خب یه کیفر خواستی اون زاویه میخوام بدونم بابت چی به وجود اومد. خب طبیعتا هر کس قطع همکاری میکنه. یعنی درخواستی از شما داشت، شما نه، درخواستی ازشون داشتید؟ ببینید خب طبیعتا به یه جایی آدم میرسه که واقعا با یه نفر نمیخواد کار بکنه. خب طبیعتا میگه آقا ما میخوایم قطع ارتباط بکنیم. بعد از اون قطع ارتباط شکل اینجوری بود که آقا منو بذاری کنار فلان میکنم. وقتی قطع ارتباط شد ایشون رفت این مسائل رو شروع کرد به مطرح کردن و همه مسائل هم خب توی زمان خودش واقعا اتفاق افتاده بود. خب مسئول واقعا بند 13 آیین‌نامه معاملات مالی و مالی این رو میگه که تمام مسئولیت مالی فدراسیون به عهده خزانه‌دار فدراسیون، حتی ناظر بر رئیس فدراسیون هم هست. اگر من رئیس فدراسیون تخلف بکنم همون لحظه باید بره ایشون اعلام بکنه. خب همه چکایی که صادر میشه، همه مبالغی که هست، دو تا امضا دارن، یه امضا رئیس، امضا خزانه داره. خب طبیعتا میگم واقعا شاید ایشون هم وارد یه بازی شد تو این قضیه. یه سری چه مشکلات از کجا بود؟ یه سری افرادی که واقعا همیشه حاشیه سازن برای جدو، یه سری افرادی که واقعا دوست نداشتن اومدن همه پشت این موضوع و اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات خوبی نبود. ببینین شما یک کیفرخواست صادر شد، این کیفرخواست قبل از اینه که دست من برسه دست شبکه های معاند بود. این خیلی جالبه. اصلا شما تا زمان در محاکم خیلی نمیشه این مطالب رو واقعا بیان کرد. من میخوام خیلی شفاف نه واقعا میگم که خیلی برای خود من جالب بود که واقعا هنوز توی سیستم صنایع من نبود اما دست شبکه‌های معاند بود. این خیلی حرفه و به نوعی این با وقتی حکم قضایی صادر میشه شما تا زمانی که این رأی داده نشه حق نداری این رو بیان بکنی. چه زمانی که ببین همه مردم فکر کردن این کیفرخواست صادر شده، کیفرخواسته رو هنوز به دادگاه نرفته بود، یعنی هنوز ما تو دادگاه حضور پیدا نکرده بودیم، شروع کردن به تخریب کردن و مسائلی پیش اومد. نامه هایی زده شد که واقعا جای تأسف بود اون نامه ها. شاید همه ما، من عذرخواهی میکنم از مردم از کشورم، از شما عذرخواهی میکنم، من تو این مدتی که رفتم پرونده هایی رو اونجا دیدم، مبالغی رو دیدم و شرایطی رو دیدم اونجا که واقعا از فدراسیون ها فکر میکنم این اصلا کمترین بی ارزش ترین پرونده ای که اونجا بود این بود. مبالغ میلیون دلاری و مبالغ میلیاردی که سایر فدراسیون ها بود ولی هیچ نامه‌ای در مورد هیچ کس زده نشد. خیلی حرفه. یعنی ما الان پرونده‌های میلیون دلاری در مورد یه سری داریم واقعا داریم و این بازه و واقعا من نمیدونم فقط برای تنها کسی که نامه‌ای که همین کیفرخواسته صادر شد زده شد همین مورد بود و من نمیدونم واقعا شاید اون حساسیت لطف خداست که همیشه عزت و ذلت دست خداست و من هم توی این موضوع همیشه با خدا معامله میکنم. روزی هم که این تصمیم گرفته شد رفتم از آقای سجادی خواهش کردم، گفتم دو هفته دیگه دادگاه منه، معطل کنید این موضوع رو. واقعا بی معرفتی کرد. مثلا تو دوربین بهش بگم آقای دکتر سجادی، بله آقای سجادی بی معرفتی کرد. یعنی شما انتظار داشتید شما رو نگه داره؟ بحث نگه داشتن نبود، بحث آبروی قهرمانه. تو دو هفته رأی دادگاه صادر میشد، این رأی دادگاه که صادر میشد به نظر من خب معلوم میشد دیگه، حالا یا من مجرم بودم، متهم بودم، یا نمیدونم این اتفاق افتاده بود و به نوعی فکر میکنم که مثلا آقا بذار من داریم راحت با هم صحبت کنیم. بله. یکی مثل من قطعا اگر ایشون دست نگه میداشت بله. تو رسه قطعا انتقاد میکردم که آقا حالا هر مشکلی بالاخره حل میشه دیگه، شما باید یه سرپرست بذارید این ورش هم نگاه کنید دیگه، یکنی یکم ایشون هم فکر کنم نه ببینید مگه من... اینکه صحبت دیگری شما اونجا مطرح کرده باشید. من یه چیزی بگم خدمتون، ما یا بچه مسلمون هستیم یا نیستیم، هممون هستیم. ادعا داریم که بچه مسلمونیم، شیعه ایم. همه بزرگان ما میگن که آبروی یک مؤمن مسلمان با آبروی کعبه برابری میکنه. چیزی که هنوز ثابت نشده، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده میاد رسانه‌ای میشه، یه سری افراد میاد. جالبه که واقعا دارم میگم خیلی دنبال این بودن قبل از اینی که واقعا یه هفته قبلش میرفتن رزومه میگرفتن که برای سرپرستی. بابا به خدا این فدراسیون ها چیزی نمیدونم والا به خدا، ما که به جز زجر و بدبختی 2 ماه من زندگی نداشتم، همه میدونن
دو ماه من زندگی نداشتم. اینکه به شما دو هفته فرصت ندن تصمیم شخص آقای دکتر سجادی بود یا نظرات دیگران رو نظرشون؟ ببینین چون نص صریح قانونه که واقعا خیلی ها قبل از من هم بودن این اتفاقات افتاده نگه داشته بودن و به نوعی شاید سرپوش گذاشته بودن تا اون رأی داده شده، حالا یا رأی به نفع بود یا رأی به نفع نبود. من فقط میخوام اینو بگم، ببینین نمیدونم چه جوی بر علیه ما قهرمانایی که رئیس فدراسیون ها هستیم هست، چرا واقعا این موضوع هست، با ماهایی که رئیس فدراسیون و قهرمان هستیم چرا زاویه هایی وجود داره، چرا دوست ندارن ماهایی که واقعا تخصصیم. والا به خدا اگر به دینمون، به قرآنمون، به همه چی توجه بکنیم، همه اینها اینه که آقا واقعا دارم میگم، من یه تخصصی یا دارم یا ندارم، 4 سال رئیس فدراسیون بودم. آقا چرا تو این 4 سال باید اینقدر من از داخل، از وزارت، از نمیدونم کمیته ملی المپیک سابق، نمیدونم از خیلی از اینا، چرا با ماها؟ هادی سایی میاد براش مشکل درست میکنید، چقدر اذیت داره میشه. علی دبیر میاد چقدر داره اذیت میشه تو فدراسیونش. خود آقای سجادی میشه وزیر، خود آقای سجادی میشه وزیر، هم خودش اذیت میشه، هم خودش اذیت. خب این رو من میخوام بگم تو دوربین شما دارم میگم. چرا واقعا شما احساس میکنید عمدی هست که قهرمانان مدیر هست. قهرمانان مدیر فعالیت قطعاً عمدی هست، میخوان ثابت کنن که آقا ما نمیتونیم مدیر خوب، نمیتونیم مربی خوب، نمیتونیم سرمربی خوب، نمیتونیم. چرا؟ چون با سرمربی اینا رو که اصلا کسی نمیتونه ورود کنه، چون با بودن ماها جای یک سری افراد سیاسی و چسبیده به ورزش تنگ میشه، صندلی‌ها محدود دیگه. صندلی‌ها مجامع بین المللی مایی که قهرمان هستیم رو بیشتر قبول دارن، ماها شناخته شده هستیم. به خدا قسم من نمیخوام اینو بگم جلو دور، هیچ همه میدونن من کشورم رو چقدر دوست دارم، نظامم رو چقدر دوست دارم. همه دیدن سر این اختشاشات هیچ رئیس فدراسیونی شهامت نداشت واقعا بیان صحبت بکنن. من اینو تو دوربین شما میگم، من دفاع کردم چون بچه نظامم. بیشترین ضربه‌ام من خوردم، همه دارن میبینن دیگه، با آبرون بازی میشه، یه روز رد صلاحیت هم میکنن، یه روز تو مجمع رام نمیدادن، یه روز نمیدونم تعلیقم میکنن تو مجامع بین المللی. هیچ انتظاری هم نداشتم، هیچ خودشیرینی برای نظامم هم نکردم، همیشه درد دلم رو گفتم، همیشه اومدم صادقانه زحمت کشیدم. ولی چه زاویه ای هست؟ چرا نباید ماها باشیم توی ورزش؟ چرا ما باید بریم کنار؟ این نکته ای که اشاره کردید آیه میر اسماعیلی خیلی آدم رو به فکر فرو میبره. وقتی اتفاقات متعدد از مدیریت‌های قهرمانان اسبق رو مرور میکنیم و شو از زبون شما به عنوان یکی از این قهرمانان اینکه زاویه با مدیران قهرمان سابق دارن میشنویم، خیلی به خدا همینه. شما من صادقانه دارم میگم، شما تو همین 3-4 ساله رو بررسی بکنید چه اتفاقاتی افتاده، واقعا دوست ندارن. میدونی چرا؟ من خیلی شفاف به شما بگم، شاید این حرفا برای من تباهت داشته باشه، اما بذار من حرفا رو بزنم. من سیاسی حرف نمیزنم، من ورزشی دارم حرف میزنم. چون یک سری افرادی که واقعا منافعشون در ورزش هستش با ماها نمیدونن بده بسون داشته باشن. با من آرش میر اسماعیل نمیتونن، با علی دبیر نمیتونن، با هادی سایی نمیتونن. روز اینو با شهامت دارم میگم تو دوربین شما، روز اولی که اومدم فدراسیون واقعا دارم میگم، ماه اول بود دیدم 150 میلیون از یه بخشی ریختن به حساب فدراسیون. من سریعا بدهیا رو دادم، فردا صبح منو خواستن گفتن آقا این 150 تومن رو کارت هدیه بگیر بیار بده برای ایدی کارمندای این بخش بدیم. گفتم از گفتم مازاد رفتی مازاد... به فدراسیون جدا داشت یا نداشت اون بخش؟ بخش داشت. خب اون بخش داشت، پولو ریخته بودن به حساب. خوب. بعد به من میگفتن اینو هدیه کارت بگیر بیار، خب این هدیه کارت ها رو بگیر بیا بده ما برای ایدی کارمندای وزارت. گفتم این مازاد بر بودجه یا بودجه خودمه؟ گفتم بودجه خود. گفتم عذرخواهی میکنم، ببخشید من حق جدومو نمیذارم، حق جدومو نمیذارم، والله بالله قسم تو دوربین. من دیشب از کربلا ساعت 11 شب از کربلا اومدم، نایب وزیره، همه دوستان و عزیزان بودیم و اینو من خیلی شفاف دارم. چرا ما صراحت لهجه داریم؟ چرا ما صادقانه حرف میزنیم؟ ماها رو نمیخوان. هزار و یک پرونده برای درست به خاطر 120 میلیون تومان من باید دو سال تمام برم دادگاه بیام، برم بازپرسی بیام، برم نمیدونم، همه انرژیم گرفته بشه. منی که 4 سال تو بین الملل تعلیق شدم، ما این درد دلا رو بریم به کی بگیم؟ آقا نمیخواید اشکالی نداره، والا ما بیرونم باشیم. من فقط اینو میخوام بگم، خدا میدونه من به مردمم وفادارم، چون تو این دو ماه دیدم
لطف و محبتی که مردم به من داشتن حتی زمان قهرمانیم هم نداشتن. به خدا قسم من به شهرم دست مردم شهرم رو میبوسم. تا سو عاشورا من نذارم، همیشه میرم خرم‌آباد، مراسم گلمالی داریم اونجا، ما میریم اونجا، عزاداریمون هست. من خجالت میکشیدم برم تو مردم، این اتفاق افتاده بود، خب سخت بود برام تو شهر خودم. اینقدر به من محبت داشتن، والله قسم من بغض میکنم، دست تک تکشون رو میبوسم. همین دو ماه، همین دو ماه، همین دو ماه هر کی رسید به من، چون میدونن والا ما دزد نیستیم، والا بلا ما اختلاسگر نیستیم، به کبیر نیازی نداریم، به خدا نیازی به این موضوعات نداریم. چرا ما باید، خدا میدونه چرا باید با آبروی کسی که اومده 15 سال برای مملکت زحمت کشیده، تلاش کرده، پرچم رو برده بالا، شما به خاطر 100 میلیون بیاد آبروشو ببرید. من باید تشکر بکنم برادر عزیز، دستگاه قضا، واقعا دارم میگم، شاید من سوء تفاهم برام پیش اومده بود، ممنونم ازشون. بدون هیچ گونه حساسیتی بررسی کردن، بدون هیچ گونه فشاری بررسی کردن، بدون هیچ گونه واقعا مداخله‌ای و شاید اتفاقاتی بررسی کردن، به فضای رسانه‌ای کاری نداشتن این موضوع رو، و صادقانه عادلانه دستشون رو میبوسم، ممنونم ازشون. هرچند این آب دیگه تموم شد دیگه، هرچند این آب که ریخته شد جمع کردنش دیگه با دست بخوایم جمعش هم کنیم، اما شما عزت اسماعیلی. اما عزت و ذلت دست خداست. شما جالب بود اینجا گله‌ای از جناب آقای سجدی کردید، اما در مصاحبهاتون دلیل کنار رفتن آقای سجدی رو عملکرد ضعیف یکی از همکاراش رو میدونستید، اینو میشه بشکافید؟ ببینین من میخوام بگم که هر مدیری و هر وزیری و هر کسی که میاد طبیعتا، اگر ما من کسی بودم که همه میدونن حامی 100% آقای سجادی بودم، کاملا پشتش بودم. تو همین تریبون شما چقدر از نماینده های مجلس انتقاد کردم و به نوعی توی مجلس همراهش بودم و به نوعی همیشه توی مجامع و همایش هایی که بوده، سمینارهایی که بوده، با رئیس فدراسیون بوده، همیشه از عمل کردش و پشتیبانش بودم. ای کاش آقای سجادی قهرمان، استاد عزیز من، قهرمان عزیز، تحصیل کرده عزیز، که از آقای رئیس جمهور 2 روز قبل از اینی که واقعا رئیس جمهور بشه بچه های ورزشی رو جمع کردن، سه‌شنبه قبل از انتخابات، دقیقا صحبت هایی که من کردم و همه کردن تأثیر گذار بود. خواهش کردیم از ایشون که یه فرد قهرمان تأثیر کرده بذاره. اما چه اتفاقاتی افتاد؟ به نظر من چیزی که خودش بیان میکرد و الان شاید نگه، اما بذاریم ما بگیم، معاونینش رو خودش انتخاب نکرد، کابینش رو خودش انتخاب نکرد، همون افراد سیاسی و جناهایی که بیرون بودن اومدن این افراد رو تحمیل کردن به ایشون. شما وقتی تیم تحمیلی به شما باشه، طبیعتاً با شما همراه نیست، طبیعتاً همدل نیست. خب طبیعتاً ما دوست داشتیم فضا به سمت ورزشی بره، معاونینش قهرمان باشن، تحصیل کرده باشن، کسانی باشن که واقعاً درد ماها رو بدونن و بفهمن منی که قهرمان هستم، وز کم کردم، روی تشک رفتم، قهرمانم وقتی وز کم میکنه دردش رو میفهمم، میدونم داره وز کم میکنه، میدونم استرس داره. اما عملکرد ایشون به نظر من دیگه عملکردی بود، فضای متقابل با مجلس ایجاد شد، فضای حاشیه‌ای که ایجاد شد و به نوعی کارت زردهایی که گرفت، خب به نوعی این برای ما دردناک بود. میدونی چرا؟ برای من آرش میرسمالی، برای سایر بچه‌هایی که توی مدیریت هستن، شاید فضا تا چند سال آینده به خاطر عملکرد ایشون زیر سوال رفت و دیگه کسی نیاد اعتماد بکنه. من شهامت آقای رئیسی رو تقدیر میکنم، تشکر میکنم از شهامتشو که باز اومدن یه ورزشی از جنس خودمون انتخاب کردن. این خیلی شهامت میخواد حقیقتش تو این هم موضوع، هم شهامت میخواد و هم بحث بعدی که شما مطرح میکنید به نظرم نکات مهمی درش هست. اعتماد احتمالاً دیگه به قهرمان‌های ورزشی خیلی سخته، خیلی سخت ما هم بشه. بله دقیقاً. یه مصاحبه شما دارید و اتفاقاً از همون دست مصاحبه‌ای که الان افشین عبداللهیان عزیز هم بهش اشاره کرد، در مورد آقای پولادگر صحبت می‌کنید. حالا مراسم آشتیکنانی هم بود، خدا آشتی کردیم، میدونم، نه اصلا بحث آشتی نیست، چون بالاخره حرفی که زده میشه که از سر عناد نیست. قطعا شما نقطه نظری رو از منباب نقد دارید و مطرح کردید. خدا قسم ما وقتی رفت، من خود آقای پولادگر میدونه انشالله که صحبتهای منو بشنوه توی موضوع و میدونه که ما حتی یه سفر معنوی با همدیگه مکه رفتیم، من آقای پولادگر، خودش میدونه من براش احترام قائلم، همیشه میدونه من تنها قهرمانی بودم، حالا شاید بچه های دیگه باش زاویه داشتم، ولی من زاویه نداشتم. خودش میدونه چقدر براش احترام قائل بودم. اما
چه اتفاقی افتاد این دو ماهه که واقعا ذهنیت ایشون چه کسایی روش تاثیر گذاشتن که واقعا یک زاویه وحشتناکی رو، یعنی واقعا ما میرفتیم پیش آقای سجادی میگو پولادگره، نمیدونم. ببینین منبع تمام اتفاقات حقوقی که در یک وزارتخونه میفته استعلاماتش میشه مدیر کل حقوقی. مدیر کل حقوقی که من آقای فلاح ممنونم، بچه بسیار باسواد، بچه ارزشی، بچه‌ای که واقعا تخصص این کارو داره، میاد تایید میکنه رفع تعلیق من رو، پاراف میکنه میده بالا، تایید میکنه، نامه مینویسه، صورت جلسه میکنه. چه اتفاقی میفته که آقای پولادگر، میگم با تمام چیزی که واقعا من عزیزه برای من، اما با شخصیت افراد کاری نداره، من بهش احترام، رفتیم تو اتاقم، واقعا دارم میگم صورتشو بوسیدم، چون ما این احتراما رو تو ورزش یاد گرفتیم. اما به من هم نقد هست، به ایشون هم نقد، به همه نقد هست، باید نقد رو قبول بکنیم. شما اصلی ترین نقدی که با آقای پولادگر وارد، من اول این توضیح رو بدم. ببینید آقای پولادگر یک پیشینه روشن در تکواندو دارن، روزای بسیار خوب ایشون رو از ذهنمون نمیتونیم پاک کنیم در تکواندو، جایگاهی که به تکواندوی ایران دادن، فعالیتی که کردن، بالاخره ایشون یک دوره درخشان مدیریتی داشتن، در همون دوره درخشان هم البته فعالیت‌هایی داشتن که قابل نقد بود، باز هم در همون فدراسیون تکواندو، ولی نمیتونیم سیاهش رو ببینیم یا فقط بله. سفیدش رو ببینیم، این یک خاکستری، یک طیفه، باید هر دو جهت رو با هم دیگه ببینیم. بعد اومدن معاون قهرمانی شدن، این رو من خدمت توضیح بدم، چند تا از قهرمانان ما حالا به خاطر اختلاف نظری که با ایشون داشتن یکم نقد کردن، زاویه گرفتن. فکر می‌کنم اصلی ترین مسئله‌ای که بین شما و آقای پولادگر پیش اومد به خاطر همین حکمه بود که بازگشت شما امضا نمی‌شد. هنوزم میگن علاتای پریچهره سرپرسته، چیه این ماجرا؟ ببینین دستور، حالا من کمتری نباید در این مورد حرف بزنم، دستور صریح قضایی، وقتی شما باید دستور قضایی میری، باید دستور قضایی برمیگردی و هیچ کس نمیتونه ممانعت کنه. شما به اصطلاح صندلیتون رو پس گرفتی؟ دقیقاً. من اصلا نشستید اونجا یا علاتای پریچهره هستیم؟ اونجا هستیم. من پریچهره کجا؟ آقای پریچهره فکر کنم وزارت خونه هستن دیگه. برگشتن یعنی قبول کردن که دیگه صفحه سیستم. ببینین ما اصلا بحثمون رو ایشون نیست، خدای نکرده خودشون، چهره خودش هم میدونه، قلبا من دوستش دارم، آدم خیلی خوبی از خوب. طبق اعلام چون آقای کار... پولادگر همچنان ایشون سرپرست هستن. نه آقای پولادگر تا قبل از آشتیکونون بود این حرف میزد بعدش دیگه. و خدمتون عرض بکنم، ببینین دستور صریح قضایی میگه که ایشون رفع تعلیق شده و دو کارش برگرده، همه حقوقش بیاد و بیاد تو جایگاهش برگرده. چون بنده تعلیق بودم، استعفا یا برکنار نشدم. خب ببینین اومده به خاطر یه ماده هفتی که داره میگه، چون این بحث اختلاس پیش میاد، ایشون باید تا زمانی که رأی محاکم قضایی بشه از کار تعلیق بشه تا تعیین تکلیف بشه. در حکم آقای پریچهره همین نوشته شده، نوشته تا تعیین تکلیف محاکم قضایی شما سرپرست موقت فدراسیون هستید. یعنی هر لحظه که تعلیق من برطرف شد، من 24 تیر بود. بله من چند روز هم به احترام وزارت خونه احترام کردم، نرفتم فدراسیون حقیقتش تا 8 ماه، یعنی با همون رأی نیازی به ابلاغ نداشتم، میتونستم برم بشینم فدراسیون، اما من حرمت کردم، با آقای سجادی حرمت کردم. اما آقای سجادی واقعا به دوستانش، به رفیقانش، به واقعا کسانی که برای زحمت کشیده بودن، خب به نظر من به عنوان یک قهرمان باید حرمت میکرد، نباید مینداخت کردن آقای پولادگر، نباید ایشون رو به نوعی، من و ایشون رو با همدیگه به نوعی شد، نباید رو در روی همدیگه قرار میداد. آقای کیومرث هاشمی، همه میدونن ما لورا متملق نیستیم، همه میدونن ما قهرمانان حرف دلمون رو میزنیم. کاری که آقای کیومرث هاشمی کرد ورزشی و اخلاقی، به من گفتش آقای، منو صدا که آقای میرسمانی، بعد بشینید با هم دیگه مشکلتون رو حل کنید، برید دوتاتون دست بندازید. من رفتم صورت ماهش رو بوسیدم، همین کار آقای سجادی میتونست بکنه، رفتیم صورتش، ما که اختلافی نداریم، اختلاف ما یه چیزی رو فقط باید ما به نظرم یکم بیشتر بهش فکر کنیم، این که اگر اختلاف نظری داریم مبنی بر دشمنی نیست، اگر نقد میکنیم مبنی بر زدن نیست، مبنی بر این نیست که حتما از جهت دیگری دارد اتفاقی میافتد، چه در حوزه مدیریت چه در حوزه رسانه. یک فضای گفتگو، خواهش میکنم پذیرش شنیدنمون رو، توانایی شنیدنمون رو افزایش بدیم. من میخوام به عنوان جمع‌بندی جانم، من این تیکر رو بگم خدمتتون، عذرخواهی میکنم. خب من رفتم پیش ایشون، با هم دیگه صحبت کردیم، شاید از صحبت‌های من چون عصبانی بودم ناراحت، من از ایشون معذرت خواهی کردم، الانم بهشون میگم واقعا. اما
نقد من، صحبت من واقعا این بوده که ببین دو ماه بسیار سخت بر من گذشته. وزارتخونه‌ای که باید از من حمایت میکرد، وزارتخونه‌ای که ببین این نباید باب بشه که یه رئیس فدراسیون با این وضعیت این اتفاق براش بیفته. این خوب نیست. رئیس فدراسیون‌های دیگه هم بدونن این موضوع رو. شما نباید وقتی با کارمندت برخورد کردی، با کسی برخورد کردی، بره برات داستان‌ها درست کنه و با همین موضوع بیان برات پرونده سازی بکنن. اما آقای پولادگر عزیز، من همینجا هم میگم، اونجا هم صورت ماهتو بوسیدم، قطعاً من یه قهرمانم، باید درک بکنی منو. اگر صحبت‌های من صریح بوده، اگر صحبت‌های من واقعاً باب می‌مونه، من ازت معذرت می‌خوام، اما می‌دونی که کدورتی نبوده، واقعاً منافع شخصی نبوده، به خاطر جدوه. چرا؟ دو ماه حقوق کارمندای منو ندادن، دو ماه تیم ملی من یک روز اردو نداشته، تیمی که 40 روز دیگه باید بازی‌های آسیایی شرکت بکنه، دو ماه واقعاً کادر فنی من پول نگرفته. وقتی که من اومدم به خاطر اینه که 40 روز دیگه همه روی فدراسیون جدا حساسن که از تعلیق 20 شهریور داره در میاد چجوری برمیگرده. به والله قسم اگر آدمی بودم که میخواستم مشکل برای جدو ایران درست کنم، مجامع بین المللی من دو بار سه بار تا الان رئیس آسیا با من صحبت کرده. آقا من به عنوان جنبندی، تیم ما کامل به بازی های آسیایی اعزام میشه؟ ما میشه روزی که تا بنده بودم 4 تا سهمیه بود، ولی روزی که من رفتم کردن 2 تا سهمیه آقا، 1 سهمیه خانم. من جلسه با آقای خسروی وفا داشتم. دلیلش امیدی به مدالتون نداشتن؟ ببینین قطعاً به ما باید به عنوان حمایتی نگاه کرده بشه. 4 بعد از 4 سال داریم. 4 سال بچه‌های ما توی کوران مسابقات نبودن. اما بچه‌های ما بیشانس هم نیستن. من اینو بگم. تو یونیورسیتی‌ها البته نتایج خوبی جدامون نگرفت اصلا. خب طبیعیه. البته یه نفرمون چرا؟ یه نفر 66 مون تقریبا تا 5 هم اومد، خیلی خوب کار کرد آقای ابوالفضل محمودی. من مسابقاتشو دیدم، خودم باهاش در تماس بودم. به نظر الان 3 نفر منو ثبت نام کردن. از بین این 3 نفر به من میگن 2 نفر رو ببر. خب والله این 3 نفر انتخاب بینشون خیلی سخته، چون تو این 2-3 ساله واقعاً خوب بودن. هرچند که بچه های دیگه تو 66 کیلو مون، تو 81 تو 90، یه خانممون که واقعا حقشه، یه خانم دیگه همون هم خانم مقدسه حسینی که دستش اگه یادتون باشه توی با کشور اسلامی شکست، با همون دست غیرتی مسابقه داد. من رفتم از آقای خسروی وفا خواهش کردم، گفتم همونجوری که نگاهتون حمایتی بوده و جودو برای آرمان‌ها و ارزش‌های کشور سیلی خورده تو این 4 سال، بیاین یه سهمیه آقایون، یه سهمیه خانما به ما اضافه کنین. نامه نگاری کردم، ایشون هم با روی باز از من خواستن که اصرار نکنم، بذار بررسی بکنن، انشالله که این سهمیه ما هم برگرده. امیدوارم هرچی خیره همون اتفاق بیفته. آقای میرسمیلی خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از شما. ممنونم از شما. تموم میشه دیگه. بله. خب آرزوی موفقیت می‌کنم. روز بسیار سختی رو بر سپری کردید، انشالله که به هر حال با مدال‌های زرین برگردید از بازی آسیا. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما، از همکارانتون و از صدا و سیمای کشورم تشکر می‌کنم. باز هم میگم که ما قهرمانان واقعا دوست داریم، عاشق رشتمون هستیم. آقایون وزارت ورزش، آقایون کمیته ملی المپیک، این زاویه ها رو بذارید کنار، به خدا میخوایم کار کنیم. ماها هم بهتر اسپانسر میاریم، هم بهتر تخصصی تریم، هم بهتر، به خدا میتونیم. تو رو خدا دنبال کسانی که جا ندارن و جا براشون نیاییم پیدا بکنین. به خدا ورزش حیات خلوت هیچ جا نیست. من آخرین نکتم رو بگم خدمتون. میگن که برای از شهید چمران پرسیدن خدا روشتون این جمعه شاد بکنه، بهش میگن تقوا بالاتره یا تخصص برای اینکه مدیر بخواد مدیر بشه؟ میگه قطعا تقوا، اما کسی اگر تخصص نداشته باشه و پستی رو قبول بکنه قطعا بی تقواست. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارت. ممنونم از جناب آرش میراسمایلی عزیز. بینندگان محترم و شنوندگان محترم رادیو ورزش، همچنان همراه ما باشید. این برنامه هم از شبکه 5 تقدیمتون میشه، هم از روی امواج رادیو ورزش. آگهی های بازرگانی رو داریم، مهمانان متعددی به جمعمون خواهند اومد و کم کم باید وارد مباحث فوتبالی بشیم. خیلی متشکرم از اینکه ما رو دنبال میکنید. به نظر شما عملکرد کدام تیم در نقل و انتقالات لیگ برتر ایران بهتر بود؟ 1 استقلال، 2 پرسپولیس، 3 تراکتور، 4 سپاهان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به 10541 پیامک کنید و یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه اندرلان تیلی 5 به گزینه مورد نظر خود رای دهید.
خیلی متشکرم از همراهیتون. داشتم جامو تنظیم میکردم که تصویر بردارمون اذیت نکنم. ممنونم از اینکه تماشا میکنید ورزشگاه رو از شبکه 5 و میشنوید ورزشگاه رو از رادیو ورزش. امروز یه کمی ویژه است برامون، ویژه نه از جهت مثبت برای من قطعا، ولی خب در کل برایندش مثبته، به خاطر اینکه یکی از رفقای عزیزم، یکی از برادران دوست داشتنی خودم سمتی رو گرفته در فوتبال که قطعا میتونه با توجه به تجربه و تخصص و پشت کار و حافظه و همه این کارا مثمر ثمر باشه. ولی بیشتر در موردش حرف میزنم. ما توی این قسمت از برنامه یک میزبان و میهمان داریم، مدیر محترم اجرایی باشگاه فولاد خوزستان آقای افشین عبداللهیان. خیلی متشکرم جناب کاظم‌زاده از محبتی که داشتید همیشه و در همین پلاتویی که مطرح فرمودید. خب 33 سال و 4 روز پیش 9 مرداد 1369 من کار روزنامه‌نگاری با هفته‌نامه بشیر شروع کردم، ادامه دادم با نشریات مختلف. 28 شهریور 80 از سوی آقای سید محمد صفی‌زاده رئیس وقت فدراسیون فوتبال در واقع شدم سردبیر روزنامه ابرار وحشی و تا امروز هم هستم، معمولا استمرار حضور دارم. 24 شهریور 1394 به عنوان طراح و عضو هیئت مؤسس برنامه شب‌های فوتبالی در شبکه ورزش برای اون برنامه رو آنتن بردیم که همون شب بازی از نظر فنی و داوری بررسی بشه. معمولا جدایی هام متمدنانه است، دعوایی با کسی ندارم. 17 آذر 1399 وقتی از شبکه فوتبالی جدا شدم، مدیران ارزشمند شبکه ورزش منو صدا کردن، تقدیر کردن، کادو دادن، تهیه کننده وقت، معاون شبکه، همکار وقتم که مجری برنامه بود. و در ادامه من یک روز هم خدا رو شکر در این 33 سال و 4 روز بیکار نبودم در رسانه، یا روزنامه داشتم یا عضو شورای سردبیری سایت ورزش دات آنلاین بودم، یا هفته‌نامه خودم رو که صاحب امتیاز مدیر مسئولم هفته‌نامه 20 رو داشتم و دارم. عرضم به حضور شما فقط این بازه زمانی آذر 99 تا شهریور 1400 من مذاکراتی کردم، توافقی کردم که از 7 خرداد 1400 تنها مجری برنامه ورزش از نگاه دو باشم و برنامه پلی نشد دیگه. بعد به شما اضافه شدیم با اعتماد ویژه آقای مهندس سعید اشناب مدیر محترم شبکه 5 سیمار، جناب آقای مهدی کریمی زارچی آقای مقام محترم شبکه 5 و پژمان عزیز، پژمان ماندگاری که توی چنبری از حسادت ها که در همه شغلا هست اما انگار در رسانه ها و داوری فوتبال و کلا فوتبال بیشتره، چون صندلی ها محدود و همه میخوان بشینن. آقای پژمان ماندگاری این لطف رو کرد منو به این گروه خوب اضافه کرد و دعوت کرد. شما چهارشنبه ها اومدید صبح جمعه، چه روزای خوب و شیرینی با شما داشتیم. اما با وجود محبت ویژه آقای مهندس اشناب، حاج آقای کریمی مدیران ارزشمند شبکه، آقای ماندگاری و خود شما و اتاق فکر، تصمیم شخصیم این بود و هست برای جلوگیری از حساسیت ها 15 تیم قابل احترام دیگه فوتبال ایران داره، حالا که این مسئولیت رو در فولاد خوزستان گرفتم، در واقع نشه که در بخش فوتبال ایران همراه باشم تحلیلی بکنیم. مثلا کارشناسی آمد چند هفته پیش استقلالی نقد کرد سرمربی استقلال، حالا ما بعد از اونش بازی داشته باشیم نمیشه جمع کرد. من نمیتونم قسم بخورم که آقا به خدا نمیدونستم ایشون میخواد این حرفو در واقع بزنه. تصمیم گرفتم که به هیچ عنوان دیگه در بخش فوتبال ایران برای رعایت بی‌طرفی دخالت رسانه‌ای نداشته باشم. وقتی تو اجتماعات میرم، وقتی زیارت امام رضا میرم، اونجا بعد از سالها هنوز میگن استقلالی هستی یا پرسپولیس، یه مفهوم داره. یعنی جوری اجرا کردم که بی‌طرفی رو تونستم در کارشناسی ها، در اجرا، در روزنامه نگاریم حفظ کنم. پس اینو نگه میدارم برای خودم و نمیشه واقعا همزمان این کارو کرد. مثل آقای مرحوم شفیع فدراسیون هاکی و ورش مردم نیست، مثل جناب رضا جاودانی گزارش ورشی خارجی و کمیته انضباطی فدراسیون نیست. فولاد تیمیه که میخواد هر هفته با یکی از تیم‌ها بازی کنه به احترام 15 تیم دیگه در حوزه فوتبال. تا روزی که در فولادم درباره لیگ ایران صحبت نمی‌کنم. ممنونم ازت افشین عبداللهیان عزیز. قطعا حضور شما در این برنامه برای من خیلی خیلی خوشحال کننده بود. ما مجریا، ما کسانی که کار اجرا میکنیم، کار گویندگی میکنیم، بی‌تعارف بگم ناخودآگاه وابسته میشیم به دوربین، به میکروفون و تقسیم کردنش برامون خیلی سخته، ولی افشین جز استثناهای چنین چیزیست، چنین عادتهاییست و خیلی عزیزه
افشین رو شما خیلی وقت از قاب تلویزیون میبینید، با افشین باید رفاقت کرد، انقدر صافه، انقدر زلاله، انقدر رو راسته در رفاقت که واقعا دوست داشتنیه. امیدوارم که شما و باشگاه بزرگ فولاد موفق باشید آقای عبداللهیان و این تصمیمی هم که گرفتید میدونم که از سر اخلاق حرفه‌ای که همیشه سرلوحه رفتارهاتونه. قطعا ما دوستان شما به شما افتخار میکنیم و میدونم که این افتخار از طرف خانواده عزیز شما هم براتون هست، دختر خانمای نازنینتون، همسر عزیزتون، و برای خانواده شما آرزوی بهترین ها رو دارم. صحبت پایانی خیلی سخته برای من. دلم که تنگ میشه و این یه حالا خدافظی همیشگی نیست، این یه خدافظی موقته، مثلا بازی های آسیایی هانگجو باشه، نمیدونم جام ملت های آسیا که دیگه اصلا فولاد نیست، لیگ قهرمانان آسیا باشه، جایی که فولاد و دیگه ایران نباشه قطعاً تهران باشم، اجرا میکنم، خوشگلم اجرا میکنم در کنار شما و برای آقای ماندگاری کار کردن، برای شبکه 5 با مدیران اخلاق گراش خیلی ارزش کار کردن. من از سلام تهران هم جدا نشدم، برای همین خداحافظی نکردم و روزای دوشنبه و چهارشنبه اونجا بودم. هرگاه دوباره لیگ ایران نباشه تهران بیام، اونجا هم با هماهنگی قدمت سر چشم ماست، بی صبرانه منتظر تصمیم. من درباره فولاد خوزستان هم به یه جمله کلی بسنده میکنم. خب به هر حال در تمام این سالها از فوتبال دور نبودیم. 4 بار آقای کاظم‌زاده برای اولین بار یه جا رسما اعلام میکنم، 4 بار از 2 تیم تهرانی و 2 تیم شهرستانی من پیشنهاد مدیر عاملی باشگاهی رو در لیگ برتر داشتم. بله. ولی اگر این بار مدیر اجرایی در باشگاه فولاد رو قبول کردم، بپذیریم که باشگاه فولاد به اعتقاد من یک برنده، یک ساختارهایی داره که قائم به هیچ فردی نیست، متعلق به استان زرخیز خوزستان، مردم خوب و شریف اهواز، کل کشور، جایی که فولاد چه با مربی خارجی مثل مرحوم فرانچیش قهرمان لیگ برتر میشه، چه با جناب آقای فرکی ایرانی، چه با آقای بوناچیچ و بگوویچ سومی لیگ برتر میگیره و کارخونه بازیکنسازی برای تیم ملی میشه، و چه با آقای جواد نکونام قهرمان سوپر جام و حزیانی، ایرانی خارجی نداره، به فرد رفت فولاد نداره، باشگاه بزرگی است، ریشه داره، کارهای ساختاری رو میشه اونجا در دراز مدت انشالله. آقای عبداللهیان بی نهایت، افشین عزیزم ممنونم ازت، موفق باشی، خدافظی سخت و به هر حال مقطعی موقع خدافظی شد دیگه. قدرت برتر در من چیزی رو ودیعه گذاشته، برونگرایی های صادقانه، دل بستن قوی و دل کندن قوی تر از اون. الهی حال دلتون خوب باشه، ورزشکار و تندرست باشید، خدا نگهدارش. ممنونم از افشین عبداللهیان عزیز. بچه ها به افتخار افشین خواهش میکنم. بریم بخشی رو ببینیم، برمیگردیم، مهمانان دیگری هم داریم. همراه هستید با برنامه ورزشگاه از شبکه 5 و از رادیو ورزش. ما رو روی رادیو ورزش هم میتونید بشنوید، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. چند تا نکته رو میخواستم باهاتون در میون بذارم، یه گپی با هم دیگه بزنیم تا ارتباطمون برقرار بشه با مهمان بعدی. در مورد نقل و انتقالات باشگاه استقلال میخواستم توضیح کوتاهی بدم. خب سخت برای هواداران استقلال تماشای این که بازیکنان بزرگ به خدمت میگیرن، ولی شاید انتظارات دیگری هم داشته باشن و مشکلات متعدد مالی یکم دست و بالشون رو بسته. تو همین بسته بودن دست و بال، دو مربی خارجی به اضافه یک پزشک خارجی، این پزشک خارجی رو من ذهنم دیگه یاری نمیکنه آخرین بار کی این اتفاق افتاد در کشورمون، چون ایران اتفاقا در حوزه پزشکی و پزشکی ورزشی جز کشورهایی به حساب میاد که میتونید روش حساب کنید در دنیا. آوردن یک پزشک غیر ایرانی نمیدونم چه کمکی به باشگاه استقلال میکنه، یعنی دکترها و فیزیوتراپها و نامهای آشنای متعددی که در ورزش کشورمون هستن نمیتونستن در این باشگاه فعالیت بکنن، حتما باید یک قرارداد حالا با هر ارزی با یک فرد خارجی بسته میشد. اینو خواهش میکنم اینو عادتش نکنیم، این بدعت جالبی نیست که ما پزشکم میخوایم از بیرون بیاریم واسه تیممون، اصلا نمیتونه اتفاق درستی باشه. نکته بعدی که در مورد نقل و انتقالات هست و اندکی کلی تر، برمیگرده به قوانینی که ما در سالهای مختلف، آیین‌نامه هایی که در سالهای مختلف تصویب میکنیم. آقا اگر آیین‌نامه جدیدی میاد، دستورالعمل جدیدی میاد که قبلی ها رو که نقض نمیکنه، مگه ما توی آیین‌نامه نقل و انتقالاتیمون برای به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی ضمانت نامه قید نکرده بودیم که آقا باید ضمانت بذارید که اگه نتونستید پولشو بدید از اون ضمانتتون کم بشه، دیگه ما آبرو و حیثیتمون تو فیفا نره که یه دیوار کاملش مثلا پرونده های باشگاه ایرانیه توی کس
خب بعد دیگه اصلا واسه وجهه کشور خوب نیست چنین برخوردی. الان اون ضمانت نامه ها واسه خارجی ها چی شد؟ الان همه باشگاهایی که دارن خارجی میگیرن ضمانت نامه هاشون رو هم آیا گذاشتن یا نه؟ اینو من به شکل یک سوال مطرح میکنم خدمتون. شاید هم گذاشتن، من بیخبرم، یا دوستان رسانه‌ای من در این رسانه مختلف نوشتاری و دیداری و شنیداری و سایت های مختلف و متعدد و صفحات گوناگون در فضای مجازی اونها بیخبرن. آیا این ضمانت ها گرفته میشود یا نه؟ این دوتا نکته نکات مهمی است که به نظرم باید بهش فکر بکنیم. در مورد استقلال البته در ادامه برنامه باز هم صحبت میکنیم. قرارداد مربیان تیم ملی، این هم یه مسئله مهم دیگه است که ما تا لحظات دیگه اگر ارتباط اون برقرار بشه بتونیم صحبت بکنیم با یکی از ستاره های نامدار فوتبال کشورمون و از مربیان شناخته شده فوتبال ایران، مفصل اون رو بررسی میکنیم. ببینیم آقا بستن قرارداد با مربی خارجی در تیم ملی چه قواعدی داره، با مربی ایرانی چه حساسیت هایی داره، آیا به یک شکل بهشون نگاه میشه. این دغدغه‌ای بود که در مقطع امیر قلعه‌نویی هم داشت، رضا عنایتی هم داشت، به عنوان آخرین مربیان ایرانی که الان بزرگسالان امید رو در دست دارن و هدایتش رو بر عهده گرفتن. یعنی امضا شدن قراردادهاشون با تأخیر قابل توجه، نه تأخیر 5 روز 10 روز، یعنی کار کردن مدت دار بدون قرارداد. تا لحظات دیگه ارتباطمون برقرار خواهد شد، یک بخش رو ببینیم، در خدمتون هستیم. خب بینندگان و شنوندگان محترم، عزیزانی که چه از شبکه 5 از رادیو ورزش ما رو دنبال میکنن، مهمان این لحظه برنامه ورزشگاه از پیشکسوتان فوتبال ایران، ستاره های نامدار فوتبال ایران و از مربیان حال حاضر کشورمون هست جناب وحید هاشمیان عزیز که ارتباط تصویری من باشون برقرار شده. سلام بر شما، وقتتون بخیر. سلام خدمت شما آقای کاظم زاده و همچنین سلام دارم خدمت بینندگان محترمتون در ورزشگاه، برنامه ورزشگاه، و امیدوارم روز خوبی رو شروع کردین و یک روز تعطیل خوبی رو داشته باشید. خیلی متشکرم. ما از چند منظر با شما گفتگو خواهیم کرد جناب هاشمیان و از تجربیاتتون میخوایم استفاده بکنیم و البته نقطه نظراتتون رو بشنویم. بحث اول بحث برخورد با مربیان ایرانی و خارجی در سطوح مختلف تیم ملی است. یک مصاحبه من از شما میخوندم که درش اشاره کرده بودید زمانی که من هنوز سر کار بودم به من اعلام شد که تو اصلا چند وقت پیش قراردادت فسخ شده، یعنی شما فکر کنم تا شهریور ماه بودید، گفتن مرداد ماه قراردادتون فسخ شده. ماجرای قرارداد شما به کجا رسید؟ آقای کاظم‌زاده قبل این که سوال شما رو جواب بدم باید این مطلب رو بگم که این شعار نیست، واقعیه و از صمیم قلبم میگم و مدرک هم دارم، نه به خاطر اینکه من میدونستم یه روزی مربی تیم ملی ایران میشم. من سال 2006 یه مصاحبه کردم، اون زمان تو تیم هانوفر بازی میکردم و از من سوال شد که بعد از بازیگری میخواین چی کار کنی؟ گفتم من میخوام تمام دورهای مدرک مربیگریمو بگذرونم، که گذروندم. از سال 2008 مدرک بی اروپا ما گرفتم، سال 2011 بازیکن پرسپولیس بودم و مدرک ای اروپا ما داشتم، سال 2015 مدرک پرو لایسنس هم گرفتم و از سال 2008 استارت مربیگری من شروع شد تا امروز که هنوزم دست از یادگیری بر نمیدارم. شعار من این بود که یه روزی بیام به کشورم کمک کنم، تجربیاتم رو
تجربه‌ای که بیش از 10 سال یک دهه کار کردم با مربیه بزرگ تو تیمای بزرگ دوره‌های مختلف بیام به تیم ملی کشورم کمک کنم. واقعیتش اینه اگه هنوزم که هنوزه هر موقع به من ارجحیت بدن من تیم ملی رو به باشگاه ترجیح میدم، چون تیم ملی یه هویت برای من، یه افتخاره. همونطور که تو سالهای گذشته در حین کار پیشنهادات خوبی از تیمای متمول لیگ داشتم، ولی به خاطر اینکه تیم ملی تو شرایط سختی بود، نه فقط به خاطر حقوق، تیم ملی رو ترک نکردم و موندم تا دینم رو انجام بدم. ببینید، برکناری هم همیشه تو فوتبال وجود داره. همینطور که الان همکارتون آقای عبداللهیان اومد صحبت کرد و من داشتم گوش میدادم، همیشه قطع رابطه وجود داره، کار نکردن وجود داره، ولی چقدر زیباست که این جدایی با اخلاق حرفه‌ای همراه باشه. بله. نکره به قول معروف خوش آمدگویی بگیم، ولی جواب افراد رو ندیم و با بدترین شکل ممکن بدرقشون کنیم، که این کار بسیار زیبا نیست. ببینید، بریم سراغ سوال اول من. الان شما وضعیت قراردادتون چی شد؟ ببینید، قطع رابطه کردن همه جای دنیا وجود داره، درسته؟ بله. شما هر مربی که میاد تا آخر نمیتونه توی تیم بمونه. معمولا تغییر مربی کردن و یا کادری رو تغییر دادن یه قوانینی نداره، یا تیم نتیجه نمیگیره، درسته؟ یا مربی ها به تعهدشون انجام نمیدن، درسته؟ بله. یا مربی ها مشکل اخلاقی دارن، غیر از این نیست دیگه. آیا فاکتور دیگه ای وجود داره که کادر فنی رو برکنار کنن؟ من نمیدونم. ولی با این حال چون تیم ملی ایران ارجحیت داشت به منافع حداقل شخصی من، تو اون شرایط که کوتاه بود و بازی جام جهانی میخواست انجام بشه، من سعی کردم هیچ حاشیه‌ای درست نکنم. من به این تصمیم برخلاف میلم به خاطر منافع تیم ملی فوتبالمون احترام گذاشتم. این نه از ترس بود، نه از وابستگی بود، نه هیچی. ببینید، من 4 مرحله با آقای تاج نامه نوشتم، ایشون جواب من رو نداد. 2 مرتبه این موضوع رو به هیئت مدیره نامه نوشتم، ایمیل زدم. 3 مرتبه با آقای منبیدی پیام دادم. ببینید، تو مرحله اول که اصلا اینا گفتن که شما 35 قراردادتون رو فسخ شده، حالا شما حساب کنید فسخ با اطلاع شما بوده؟ یعنی شما اطلاع داشتید که قرارداد فسخ شده؟ ببینید، نگاه کنید، شما که نمیتونی سر کار باشی بری قطر بازی رو ببینی، بری بازی فولاد و سپاهان تو اصفهان ببینی، بعد تازه رای گیری بشه، آقای تاج بیاد، تازه آقای نبی، آقای رسولی بگن تو تلویزیون که ما میخوایم وحید رو حفظ کنیم، بعد به شما میگن که شما هنوز 35 قراردادتون فسخ شده. یعنی اصلا ما رئیس فدراسیون نداشتیم اون موقع، آقای میرشاد ماجدی سرپرست موقت فدراسیون بود. ببینید، این عمل اگر تو آلمان انجام میشد چه رفتاری با مسئول حقوقیش انجام میدادن که به خاطر چند ماه صرفه‌جویی در قرارداد بیاد این عمل انجام بده، شما چیکار میکردید؟ بعد از اون شما اومدی 4 بار به آقای تاج نامه دادی، به هیئت رئیسه دادی. 2 ماه پیش آقای منبینی نامه داده که شما روزی که قراردادا رو داشتن فسخ می‌کردن نیومدی. آقای کاظم‌زاده، من هر روز باید باشم برم فدراسیون فوتبال جلو در بشینم که من سر کار هستم یا نه؟ عجب. آقای منبینی، شما بایگانیتون رو برید ببینید، من 4 مرحله نامه نوشتم به آقای تاج که وضعیت منو مشخص کنید. یعنی تو این جناب هاشمیان، تو این 4 مرحله نامه نگاری شما هیچ جوابی داده نشده؟ ببین، هیچ جوابی داده نشد. فکر کنم بعد از نامه دوم بود مسئول حقوقی فدراسیون صدا میزنه وکیل منو، میشینه میگه وحید هاشمیان آدم با شخصیتی، از این حرفایی که شعارگونه، بعد میگه قراردادشو 35 فصل شده. وکیل من بهشون میگه آقای تاج تازه 8-6 اومده، آقای کیروش که خب 1 هفته دیرتر اومده، چطور میشه تو زمانی که ایشون داشته کار میکرده شما فسخ قرارداد کردی؟ میگه منم نمیدونم، پولم الان نداریم. خب میدونه که خیلی تماشاچی برده شد، هزینه شد میلیاردها برای دیدن این بازی ها. خب
آقای هاشمیان، الان یه نکته ای، شما دستیار اسکوچیچ بودید، تیم در زمان شما به جام جهانی صعود کرد، پاداشی برای ملی پوشان در نظر گرفته شد بابت صعود به جام جهانی، این پاداش به شما هم رسید یا خیر؟ ببینید آقای کاظم‌زاده، ما یه پاداش صعود داریم، یه پاداش حضور داریم، درسته؟ اگر صعودی نباشه حضوری هم نخواهد. غیر از اینه؟ بله. آیا همه جای دنیا وقتی که یک تیم پاداش میگیره علاوه بر بازیکن‌های خوبی که داشتیم زحمت کشیدن و بازیکن‌های قابلی تو آسیا بودن، آیا کادر فنی تو این صعود نقش نداشته؟ آیا مربیان نباید از این پاداش بهره‌مند بشن؟ شما خودتون میدونین که ببینید بعد از اینکه آقای ویلموس اون قرارداد فاجعه آوری که بسته شد و شاید کمتر از 40 روز کار مفید داشت، 4.5 میلیون گرفت، درسته؟ آیا وحید هاشمیان که 24 ماه طول کشید حقوق اولش رو بگیره، درست؟ و کار رو ترک نکرد، میمد سر کار و وایساد، آیا نه پاداش گرفت بلکه جزا هم گرفت؟ یعنی ما مجازات شدیم به خاطر سعود. آقای هاشمی، من یه چیزی رو الان هضم نمیتونم بکنم، شما پاداش سعود نگرفتید؟ مگه میشه چنین چیزی؟ آقا مگه شما مربی اون تیم بودید؟ یه لحظه اجازه بدید. نه من پاداش سعود گرفتم، نه آقای کریم باقری گرفت، نه آقای خانبان گرفت، من نه آقای قربان‌علی پور. 4 نفری که کادر فنی ایرانی بودن، من قراردادهای خارجی نمیدونم، اگر باشه اون هم حقشون بوده بگیرن کادر خارجی، ولی کادر ایرانی هیچ پاداشی که نگرفت. اگر خاطرتون باشه آقای تا چند وقت پیش که 6 ماه پیش 7 ماه پیش مصاحبه کردن، گفتن ما تمام بدهی مالی مربیهای خارجی مون در گذشته و تا زمان آقای کیروش رو همه پرداخت کردیم. آقای کاظم‌زاده اصلا موضوع پول نیست، موضوع عدد نیست. نه آقای هاشمیان، جناب هاشمیان، یه لحظه من اجازه بدید. دقیقاً موافقم با شما، اصلا بحث من بحث مبلغ نیست، چون حالا اون فرم شخصیتی حضرت عالی رو هم کامل میشناسم، اصلا بحث مبلغ نیست، بحث انجام کار و تقدیر بابت انجام کاری است، یعنی بحث شأنیته. من الان با این سوال برام مطرح شده، ما یک پاداش بود برای تیم ملیمون در نظر گرفتیم، جناب مخبر هم البته نظر داشتن و توجه داشتن به این مسئله. خب این پاداش صعود به بازیکنان پرداخت شد، برای کادر فنی هم بود. اگر شما به عنوان کادر فنی نگرفتید، کدوم کادر فنی گرفته و آیا شامل مدیران حالا هیئت رئیسه هم میشده یا خیر؟ اینو خبر دارید؟ ببینید من تو کار خودم موندم و اطلاع ندارم که چه کاری دارن انجام میدن. ببینید موقعی که بازی عراق ما صعود کردید، آقای مخبر اومدن در رخکن تیم ملی و در حضور آقای عزیزی خادم بازیکن‌ها و کادر فنی و بازیکن‌ها گفتن که همه شامل این صعود میشن، درسته؟ همه از کادر فنی ایرانی هیچ کس هیچ پاداشی گرفته نشد به جز پاداشی که وزارت ورزش و فدراسیون بابت بردا داده میشد، یعنی اون پاداش که مد نظر شماست به کادر فنی داده نشد. بله. عجیبه. آقای هاشمیان، شما یه نکته رو بهش اشاره کردید که تیم ملی رو به باشگاه ترجیح میدید، اما توی حالا فصولی که گذشته یکی دو فصل اخیر پیشنهادی از داخل داشتید برای برگشتن یا نه؟ اصلا وحید هاشمیان فوتبال ایران علاقه داره کار کنه یا خیر؟ بله، قبل از شروع بازی‌های بحرین دو پیشنهاد بسیار خوب داشتم و تیم‌های خوب ایران بلافاصله رد کردن، که اون موقعی حالا من اسما رو نمیخوام بگم، یه مسئولی برگشت گفت من آقای سلطانی فر رو ببینم میگم که شما ما این پیشنهاد رو دارید قبول نکردید. گفتم اصلا شما اینه نگه، یه کاری که من خودم میخوام انجام بدم و بهشم اعتقاد داشتم، یعنی اگه به گذشته هم برگردی من بازم میمونم. اون بازیه سنگین بحرین رو ببینید، شرایط عادی نبود، بعد از اون قرارداد فاجعه آور ویلموس یه جنبه بعد و یه فشار مالی رو فدراسیون افتاد و ما دیگه رئیس فدراسیون نداشتیم و وضعیت بسیار بدی بود. همچنین همون زمان من به دلیل اینکه مربی جدیدی میخواست بیاد، من میخواستم استعفا بدم. به چه دلیل؟ نمیخواستم رفع کار کنم، به این دلیل که گفتم مربی جدید میاد شاید بخواد کادر فنی خودش رو بیاره.
که آقای علی نژاد با شما صحبت شد که بمونید کنار کیروش؟ بله نه کنار آقای اسکوچیش رو دارم میگم. نه بعد از اسکوچیش صحبت شد کنار کیروش هم بمونید؟ ببینید صحبتی که اینجوری شد بعدی که برکناری مربی ها انجام شد، من خودم واقعا اینو از اخبار شنیدم، درسته که آقای اسکوچیش برکنار شدن، آقای کیروش میان و دستیار ایرانیشون هم آقای نکونام هستن. من دیگه اطلاعی نداشتم که چی کار میخوام کنم. بعد از یه مدتی دیدم آقای نبی مصاحبه کرد تو تلویزیون، مدارکش هم موجوده، آقای رسولی هم مصاحبه کردن که ما وحید هاشمیان رو میخوایم نگه داریم. بازم خبری نشد. من با آقای تاش تماس گرفتم، از توسط خانم داودی منشیشون به من گفتن بیا دیدار من. من رفتم گفتم آقای تاش ببینید وضعیت من رو مشخص کنید. من برای این تیم زحمت کشیدم و استعفا هم نمیدن. ببین اگه استعفا میدادیم یه موضوع دیگه برام درست کردن. گفتم خودش استعفا داد رفت. من استعفا ندادم. گفتم من با آقای نبی صحبت میکنم و آقای نبی به شما اطلاع میده. دوباره من دیدم هیچ خبری نشد. خودم بعد از برگشت از سنگال، بازی با سنگال بود فکر کنم تو قطر انجام دادن یا یادم نمیاد کجا بازی کردن، که اومدم من با آقای نبی زنگ زدم. گفتم آقای نبی شما وضعیت من رو مشخص کنید، یا هستم یا نیستم. ببینید آقای کاظم‌زاده، بالاخره من سالها تو اروپا فوتبال بازی کردم، تو تیمای پایه اروپا مربی بودم، سالها قرارداد بستم و یاد گرفتم. ببینید ترک کار نمیشه کرد. خب ببینید ما احترام به قانون میذاریم، احترام به قراردادمون میذاریم، ما ترک کار. آقای نبی گفتم من با آقای کیرو صحبت کردم، گفتن زمانی نیست، من با مربی جدید میخوام آشنا بشم، وقت نیست. گفتم باشه، پس وضعیت منو مشخص کنید. که برای من یه بلیت گرفته شد. بعد از نامه بعدی که زدم من رفتم آلمان. بعد از اون دوباره من دو تا نامه با آقای تاج دادم که آقای تاج این وضعیت نمیشه، شما قرارداد رو مشخص کنید. ببینید اینا اومدن تو قرارداد یه قانونی خودشون گذاشتن، من موافق این قانون نبودم، که اگر شخصی 3 ماه بیا قراردادش رو فسخ بکنه باید 3 ماه خسارت بده. خب این تو قرارداد شما بود؟ تو قرارداد مربی تیم ملی همه بود گذاشته بود. چون این یکی از بندهایی بود که اون حالا تو قرارداد ویلموتس هم بود که اگر اون فسخ کند مثلا ما 3 ماه بهش بدیم، اگر ما فسخ کنیم مثلا ما 3 ماه، یه همچی چیزی. درسته. خب ببینید اینا که اصلا داستان خیلی جالبه. یک بار که گفته اصلا شما 35 قراردادتون فسخ شده. حالا من اینا که میگم مدارکش وجود داره. یک بار دیگه برگشتن گفتن که اصلا قرارداد شما زمانی که آقای ویلموتس کارش رو شروع کرده فسخ شده. ببینید فسخ کردن آقای کاظم‌زاده اینجوری نیست، شما باید مربی دعوت کنید، یه کتبی بهش بنویسین، ایشون رو برکنار کنید، یه نفر بعدی صحبت. ببینید حالا یه چیز دیگه بگم، چند وقت پیش وکیل من با آقای نبی با آقای فدایی و 5-6 نفر دیگه جلسه گذاشته بود، آقا وضعیت بعید مشخص کنید. من پیشنهاد داده بودم به اینا که آقا اگر شما براتون ممکنه همین پولی که شما میخواید به من بدید، چون میدونی من باید اینو تبدیل کنم بیارم برای مخارج زندگی، اینا اگه میتونین از فیفا به من بدین، غیر از اینه شما نه نمیتونن، اون پول آخه اونجا فعلا نمیشه بهش دسته. خب حالا اینا گفتم ما میتونیم. حالا موضوعی دیگه هم هست بهتون نمیگم. بعد آقای نبی اومده به وکیل من گفته که ما قرارداد اصلا فسخ نکرده بودیم. ببین شما یه بار میاد میگی 35 فسخ شد، آقای مومبینی میاد میگه که وقتی آقای کیروش اومده اتوماتیک فصل شده، الان آقای نبی اومده میگه ما فصل نشده. بعد از اون برم خود آقای نبی از من معذرت خواهی کرد توی پیام صوتی که رفتارهایی شده درست نبوده، حق با منه. بعد دوباره تهش دوباره برمیگرده سر جای اول. این خیلی عجیبه. آقای تاج، آقای نبی، شما که اینقدر زرنگ هستین چرا برای آقای ویلموتس این کار رو نکردید؟ 1,300,000,000 من زیاده یا 4,500,000؟ کدوم بیشتره؟ این روایتی که جناب هاشمیان شما داشتید روایت عجیبیه و به نظرم قابلیت پیگیری داره. هم الان برای سرمربی تیم ملی بزرگسالانمون آقای هاشمیان، هم برای سرمربی تیم امیدمون، یعنی زمان ثبت و امضای قرارداد خیلی به درازا کشید. مربی خارجی هیچ وقت اینطور کار نمی‌کنه.
کاش ما هم انقدر عزت به مربی ایرانی بذاریم که با خیال آسوده تر. بفرمایید صحبت پایانی میشم، خواهش میکنم. ببینید الان هم همکارت آقای عبداللهیان اومدن. ببینید تو هر جایی که بودن من دیدم تشکر کردن، تقدیر کردن، درسته؟ میگه من به شاهدی آقای عزیزی خادم، آقای خراتی و کسایی که تو فدراسیون فوتبال هستن، من 24 ماه حقوق نگرفتم، درسته؟ بعد 24 ماه حقوق منو دادن. آیا تو این 24 ماه من اومدم کار بذارم زمین؟ نه. الان که داره صحبت میشه، ببین از برخوردات من یه مثالی به شما بدم. شما آقای آلتین توپ رو میشناسی؟ آقای من اسمشو نشنم. آقای حمید آلتین توپ، بازیکن رئال مادرید، بازیکن بایر مونیخ. بله 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 بله. بله بله. ببینید ایشون آلمان به دنیا اومده. ببینید یه بازیکنیه که تو شالکه دیگلزنکیشه به دنیا اومده، تو تیم شالکه بله. بزرگ شده، ترک تبار هستن. الان فدراسیون فوتبال این کشور، من میتونم خواهش کنم اینو کوتاهش کنیم چون زمانمون به پایان رسیده جناب آشنایی. ببین اومده پست اجرایی داده به ایشون، یعنی ایشونو از آلمان که به دنیا اومده بله. برداشته اومد پست اجرایی داده. فینال قهرمانی باشگاه‌های اروپا بله. که بین چلسی، منچستر یونایتد و اینتر میلان بله. کاپو میده به این شخص، میگه برو بله. بذار وسط زمین. چرا؟ ممنونم. بازیکنش بین‌المللی میکنه، داره به بازیکنش شخصیت میده. حالا رفتار شما رو ببینید، ما تو فدراسیون من درد دل شما جناب باشمیان شنیدم و متوجه شدم کاملا. این قطعا از طریق این برنامه پیگیری خواهد شد. انشاءالله خودتون هم برگشتید ایران مجددا باید در این خصوص صحبت بکنیم. من پوزش میخوام ازتون با توجه به اینکه مهمان بعدیمون هم در استودیو هست و زمانمون زمان محدودیه، این بحث رو اینجا یه نقطه براش میذارم، منتها موقتی است که انشاءالله بتونیم در ادامه حتما بیشتر در خصوصش صحبت کنیم. شما از بینندگان تشکر میکنم. برای تیم ملی فوتبال ایران آرزوی همیشه موفقیت میکنم. امیدوارم یه روزی بتونم برگردم، که برمیگردم و همیشه ایران هستم و بتونم به فوتبال ایران کشورم کمک کنم. انشاءالله. چقدر خوبه انسان‌ها وقتی که دارن میرن اسم خوب خودشون بذارن. ببین الان آقای دادخان به صداقت و شرافت بله. معروفه. آقای سرهای فرانی به مدیریت معروفه. ممنون. بله. اینها تاریخ میمونه، ثبت میشه. نه فقط به خاطر اینکه قطعاً همینطوره آقای هاشمی. دقیقاً من از شما خیلی ممنونم. شما همیشه به متانت، به شخصیت و به صبوری شناخته شدید. براتون آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم هر چه زودتر تو ایران ببینیمتون و موفق باشید. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خیلی متشکرم. خب بینندگان محترم، در ادامه برنامه تا لحظاتی دیگه مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال پیش ما خواهد بود و با آقای فتح‌الله زاده صحبت میکنیم. همراهمون باشید. خیلی ممنونم که ورزشگاه رو از شبکه 5 تماشا میکنید یا اون رو از رادیو ورزش میشنوید. سپاسگزار از همراهیتون. آقای دکتر علی فتح‌الله‌زاده عزیز، سلام ارادت، خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم شما رو میبینم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از شما تشکر میکنم که وقتی گرانبهاتون رو در اختیار همکاران محترمتون. عرض سلام دارم به خدمت هموطنان عزیزم، عزاداریاشون هم قبول باشه ان شاء الله. التماس و دعا هم داریم در خدمتتون هست. سپاسگزارم. خب زمان مدیریت شما خیلی حرفا درش باقی مونده که فکر می‌کنم باید بهش پرداخت، هم در مورد قراردادها، هم در مورد ساپینتو، هم در مورد وضعیت باشگاه و پیش از همه اونها صحبت‌هایی که در خصوص خود شما مطرح شد در برنامه فوتبال برتر و چه بسا اینجا بخوایم اونها رو هم واکاوی بکنیم. پیشنهاد می‌کنم آقای فتح‌الله‌زاده قبل از اینکه وارد بحث بشیم قسمتی رو ببینیم، یک یادآوری برای بیننده هامون باشه و شنونده هایی که صدا رو میشنون و بعد بریم سر اصل مطلب. فوت وقت نکنیم، ببینیم این قسمت رو. بیننده هامون دارن بستش رو میبینن. خیلی این سند حسابداری تاریخ 12/9/1392 اسناد دریافتنی غیر تجاری 10 میلیارد ریال. چه کسی؟ آقای فتح‌الله زاده. آقای فتح‌الله زاده این سند مال 12/9/1392 شماره سند 257 همون چکاییه که شما میفرمایید که
الان باید باشگاه پرداخت کنی که باشگاه پرداخت کرد. اون نیست. من عرضم تموم بشه، من عرضم تموم بشه. تمام بندی رو شما رعایت کنید. پس در مورد اون سندی که عرض کردم ببینید خیلی اون سند چی بود آقای دکتر؟ اون سند دریافت 1 میلیارد تومان برای همون چک ها توسط جناب عالی. ببین هم اطلاعات غلطتون که اینجوریه دیگه. نه اجازه بدن جواب بدم دیگه. اون 1 میلیارد مال یه آقایی بود قرض داد به باشگاه استقلال، اسمش الان یادم نیست. فضل زاده اگر حرف من اشتباه باشه من فردا از سازمان خصوصی اینو 5 بار نه نگوش فردا... من میخوام شما بمونی من اشتباه داریم میکنم دارم میگم دیگه. اگه نبود نه من بهتون فردا استعفا آقا. خیلی ممنونم. خب اسناد منتشر شد. آقای قربانزاده فکر کنم 24 ساعت 48 ساعت بعدش اسناد رو منتشر کردن. البته که اکنون از سازمان خصوصی سازی تشریف بردن و امروز هم اگر صلاح بدونن نکته‌ای در برنامه مطرح بشه حتما میتونن رو خط بیان. با آغوش باز پذیرا هستیم و صحبت هایشون رو هم میشنویم. اما گویا آقای فتح‌الله‌زاده توضیحات جدیدی دارن در این خصوص که خواهند. البته میخواستم که این بحث رو تو آخر برنامه باشه ولی خب اومد اول برنامه خدمتتون میگم. ببینید من هنوزم اعتقاد دارم که امروز خیلی حرفا دارم، شاید 20% بزنم، به دلیل اینکه آقای قربانزاده رفتن، برداشتن از این سمت و رفتن دیگه اخلاقی نمیدونم خیلی صحبت کنم. البته اینا محفوظه برای خودم، شکایت کردم پیشو میگیرم. شما از آقای قربانزاده شکایت کردید؟ بله اونها هم از من شکایت کردن، من هم از اونها شکایت کردم. تو همون برنامه ما 14 مورد به اصطلاح تشویش اذهان عمومی، تهمت، توهین، دروغ بوده که من یه بخش یه دونهشو فقط آوردم که اینجا در دقیقاً به چه عنوانی از ایشون شکایت کردید شما؟ چون ایشون هم از شما شکایت کرده. بله. خودشون گفتن شعبه دای بازپرسی لایه شکایت نوشتم. بله. 1 میلیارد هم وثیقه شما گذاشتید. ببین اینم یکی از اون دروغ هاست. ببین من دروغ من این 200% دروغه. ببینید من تا این ساعت کلان در محضر شما هستم، من تعجب می‌کنم یه آدمی در این سطح از مدیریت چجوری میتونه اینجور دروغ بگه. این زشته. آقا گفته شعبه ده بازپرسی یعنی دقیقا. ببینید من تا این ساعت آقا حافظ تا این دقیقه که در محضر شما اینجا نشستم، صبح روز جمعه هست، تا این لحظه هنوز احضار نشدم. اونا شکایت کردن ها، احضار میکنن ها. شما با آجرلو نرفتید یه نه 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 اصلا تا این لحظه عزم میکنم هنوز احضار نشدم. وقتی کسی احضار نشده چطوری میتونه وثیقه بدنه؟ اینم یکی از اون تشویش از هان عمومی است. ببینید ایشون این سند رو که سند 257 درسته نشون داد اونجا، گذاشته بود پشت سر من، میگفت شما اینو برداشتی و بابت اون 4 تا چک چیه پرداختی. خب شما نگاه کنید، من خیلی تأسف میخورم، حالا باز نگه میدارم که دوستانی هم که اقتصادیان اگر من اشتباه میکنم بگن. آقای حافظ عزیز این برداشت نیست، گفته اینو برداشتم 1 میلیارد برداشتم برای اون 4 تا چک، این برداشت نیست. نگاه کنن دوستان اقتصادی بگن این واریزه، اینه من ریختم به حساب باشگاه. در تلویزیون میگه که آقای فتحی در چه تاریخی؟ در تاریخ 2/12/92 12/9/92 شما این مبالغ رو واریز اینو کردید؟ اینو واریز کردم به باشگاه، به باشگاه حساب واریز باشگاه شده. من حساب شخصی خودت من بستنکار نه نه همون آقایی که میگفتم یادم رفته از آقای سیامکی گرفته بودیم ما اینو. آقای سیامکی آقای نیازی آقای نیازی نه سیامکی اینو به ما قرض داده بود آقای سیامکی ما یعنی من واریز کردم. ببین صحبت من اینه، ایشون میگفت اینو من برداشت کردم. الان آقای سیامکی به شما یه پولی رو دادن، شما زدی تو حساب باشگاه؟ بله. نمیشد مستقیم بزنم به حساب باشگاه؟ نه دیگه چک من باید وارد کردم، مدیر عامل من بودم دیگه، اون به من داده به باشگاه، من وارد خب باشگاه میدونم. خب مگه نمیشد آقای سیامکی مستقیم بزنم تو حساب باشگاه؟ چک میده دیگه، ایشون چک داده به ما واریز کردیم اون چک رو. چک میده به ما، چک داده، چکش هم اینجا هست، میخوان چکش هم الان نشون بدم بهتون. ببینید آقا این چکایی که شما نشون میدید قصه نه 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 نگاه کنید اینا این واریز شما نگاه کن شما نگاه کن تایید کن ببخشید 1 میلیارد ما واریز کردیم تو اون تاریخ به حساب باش. بله شما توضیحاتون بفرمایید. درسته بله. پس بنابراین این برداشت نبوده، وقتی برداشت نبوده من چجوری میتونستم 4 تا چک بردارم؟ پس کلن این غلطه و دروغ بوده که تلویزیون مطرح شده، این واریز بوده برداشت نبوده. گرفتین؟ این ایشون میگه که این پول رو شما برداشتی بابت اون 4 تا.
میدونی الان یه بحث دیگه که اینجا الان مطرح میشه چیه؟ نه نه این من... این الزامی بوده که از حساب شما حتما بیا تو حساب اصلا ما با اونش کار نداریم. این مهمه فکر. نه نه اصلا این اصلا هیچ چیزی نداره، من بدم شما بدین. مهم اینه که ایشون میگه من این پولو برداشتم، این سندیه که من برداشت کردم. این سند برداشت نیست، این سند واریزه. یعنی شما میگید بدهکار بستانکار آقای قربانزاده اشتباه گفتن؟ اشتباه گفت، اصلا تشخیص نداده که این چیه. آخه مگه میشه نداده دیگه؟ این آقای مردم، آقای حقوقدان، آقای اقتصاددان، نگاه کنی شما بگین این بستانکاریه، این حس، این پول اومده به حساب ملت چی؟ آخه این نکته که الان شما دارید میفرمایید یعنی تمامی این حاشیه هایی که این چند وقت به وجود اومد و اینا با آبوری من بازی کرده، فقط یه دونه بستانکار بدهکار که متوجه نشدن تو برگه ها خودش میگه و این پخش شدین، میگه اگر این برداشت نبود برای اون چهار تا چک من فردا استعفا میدم، که استعفا هم نداد. هیمون ما هم واسدیم که استعفا بده، استعفا بده. آخه یه سند هم منتشر کردن و دقیقاً به چک‌ها اشاره کردن، یه قسمتی هم اصلا اسم فرهاد مجیدی رو آوردن، گفتن یه تعدادی از چک‌ها دست شما هست، یه تعدادی دست فرهاد و این تخلفه. آقا ببین یکی که بریم جلو دیگه، خب حتما اونا رو ما جواب میدم. ببین اینو اول تموم کنیم، ایشون الان پخش کردین گفت اینو آقا به فرتزولاده این 1 میلیارد رو برداشته از بابت اون 4 تا چک، وقتی این برداشت نیست برعکس اینو من واریز کردم، من حسن حسین حق واریز کرده. واریزه چطوری میتونیم بابتون چهار تا چک برداریم؟ خب واریزه این، برداشت نیست. پس این یک مغلطه و سفسطه که ایشون اونجا گفت، حتی گفت اگر این ثابت نشه، اگر این واریز این تو بر نداشته باشی من استعفا میدم، که استعفا نداد. ما هم دیدیم استعفا نمیده، امروز بشیم فردا بشیم پس فردا، 10 روز دیگه نداد، آخه گفت ما برش داریم، چون این استعفا بده نیست. متوجه چی میگم؟ آدم به این دروغ رو به این بزرگی رو میاد تو تلویزیون، آدمی که مولد سازی، من بازم تاکید میکنم که مولد سازی، ببینید آدمی که مولد سازیه، مولد سازی دارایی دولت دستشه، تشخیص نمیتونه بده که واریز کیه، برداشتیه، پناه میبرم به خدا. پس این هست، هر کسی میخواد جواب بده، هر جا میخوایم بریم، هر اقتصاددانی هم شما میخواین نشون بده این واریزه، برداشت نیست. در مورد یعنی شما معتقدید که اینکه گفته شده یک بار شما این پول رو گرفتید و بار دوم در دوره مدیریت اخیرتون مجدد درخواست اون رو کردید غلط هست؟ ببینید شما این پول رو نگرفتید، واریز کردید و درخواستتون مبنی بر برداشت 5 میلیارد کاملا صحیح بوده است. ببینید یعنی شفاف و راحت کلام ازتون نگاه کنید، ایشون میگه که آقای فتح‌الزاده 5 روز بعد از اینکه اومده اینجا اومده پول خودشو برداشته. اولا من پول خودمو برنداشتم، این پول ها رو همون آدم هایی که به ما قرض میدادن دادم، من باید بگیرم بدم به طلبشون دیگه، 10 سال مونده ندادم. خب بعد بازم این یک دروغ دیگه، اینا رو نوشتن دیگه. چرا در دوره مدیران قبلی نرفتن طلب بکنن؟ رفتن، اصلا نداشتن دیگه، باشگاه نداشته. یعنی تو این 10 سال باشگاه 5 میلیارد نداشته؟ نه نداشته، 10 میلیارد نیست. اینا من 5 میلیارد هم نیست آقا حافظ، این چک ها 12 میلیارد بوده، ما باید 12 میلیارد میدادیم، من رفتم ازشون خواهش کردم، تخفیف کردم، 5 میلیارد دادیم. بعد ایشون میگه من 5 روز مونده اومدم پولمو برداشتم. اینم یک سند بازم شما نشون بدین. در تاریخ 1/2/401 1/2 دقیقاً من 7 اومدم، یعنی 4-5 ماه قبل از اینکه من بیام باشگاه، باشگاه خودش از من خواسته بیان تکلیف این روشن کنین. 4-5 ماه قبل از اینکه من بیام مدیر عامل بشم، زمان آقای آجرلو بوده. زمان آقای آجرلو، اصلا آقای آجرلو منو دعوت کردن که گفتم بیا چی رو مشخص کنید، بیا این بدهی رو مشخص کنید، شما هم بکنید این لطفا. پس چی شد؟ بس 5 روز نبوده، شما چرا تشویش از من عمومی میکنید؟ میگین حاجی اومده 5 روز که اومده اونجا پول خودشو برداشته. 4-5 ماه قبل از اینکه من بیام باشگاه اینا رای اونجا اومده. بعدم که آقا حافظ دقیقاً از شما خواستن که بیا تو جلسه بشینید و این مبنی بر اینه که تایید کردن مطالبات شما. آره رو دیگه بیا بله خواستن بحث کنن سر بیان بحث کنیم دیگه، شما مستنداتتون رو هم بیارید. من سابقه رو میگم توجه کنید، ایشون میگه من 5 روز بعد از اینکه اومدم رفتم پول برداشتم رفتم، انگار تو سوپرمارکت بوده پولم تو صندوق بوده، من برداشتم رفتم. اینجوری که نمیشه که، اداره سیستم داره. میخوام ثابت کنم که 5 روز نبوده، 4 ماه قبل از اینکه من اصلا حتی آقای فتح‌الله‌زاده، چون الان داریم با هم راحت صحبت میکنیم دیگه، این تفکر الان هست که میگن شما این 5 میلیارد رو میتونستید بدید طلب سید احمد موسوی رو مثلا برطرف بکنید. اصلا ما بحث ببینید، نه ببین آقا و یکی از بدهی ها رو اول روشن کنیم. آره ابعاد قضیه رو بعد اونا رو میگیم. ما اصلا مشکل موسوی نداشتیم که، ضمن من این 5 تا رو هم از پول باشگاه ندادم که،
باز این 5 تا رو از یه دوست دیگه به نام آقای کعبی گرفتن دادم به اینا، بعدا هم باز به کعبی باید بدیم. اوه اوه اوه، یعنی هنوز ادامه داره؟ هنوز ادامه داره. یعنی من شما الان آقای خطیر هم میتونه اینو بزنیم مثلا تو مطالبات. بعد از 10 سال پول بدبختاره که نتونستیم بدیم، تازه این پولی هم که من دادم مسبب هیئت مدیره بوده، از دوستان دیگه هم باز قرض کردم دادم، باز از باشگاه، از پول باشگاه ندادم، از دوستم قرض کردم دادم به باشگاه، باشگاه بعدشم دادم به این، از این جیب به اون جیب کردم. ببین اینو روشن کنیم. ببین این که میگه 5 روز، شما پس ثابت شد که 5 روز؟ آره، یه نامه اینجا هست دقیقاً. نه 5 روز که به تاریخ 1/3/1401، یعنی گفتن شما اول خورده، یعنی 4 ماه قبل از اینکه من میام باشگاه من دعوت کردم. بعد چه اتفاقی افتاده؟ ببینید آقای کیز، این اومده رفته کمیته تصفیه. کمیته تصفیه کی بوده؟ این نامه شماره هم داره، چون شماره نشده این امضا داره، امضای خود که امضای بله آقای امضای سید مصطفی احمدی داره، بله. کمیته ولی شماره نشده. من دعوت کردم که دو واسهتون فرستادم. بله فرستادم. منم رفتم بعد اساس اون رفتیم دعوت. ببینید این اون کمیسیون، اون کمیسیونه. من به دوستان بعد نشون تصفیه ها کمیته تصفیه است. ببینید اینو نشون میدم بعد شما نگاه کنید اینو امضای کی اونجاست، اسم اونجا، اسم آقای آجرلو اونجا هست، درسته؟ امضا کردن آقای کریمی، امضا کردن آقای پالیزار، امضا کردن آقای دولتشاهی، امضا کردن آقای مظلومی، آقای دوستی امضا نکردن، بله، آقای سمیه امضا کردن، بله. آقای محمدی امضا کردن، مأمور رضا محمدی، یعنی امضا به اندازه کافی و آقای مصطفی آجرلو. یعنی خود آقای آجرلو، یعنی زمان آقای آجرلو من رفتم کمیته تصفیه، پس این از زمان من نبوده. خب حالا من اومدم چی کردم؟ من اومدم کسی که میخواد پولو برداره ببره، اینجوری بر نمیداره تو روز روشن نشونم بده آقا میگه من میبرم ببینیم بعدم بریم بگیم من این پولو برداشتم. قایمکی بر میداره دیگه. رفتم کمیته تصفیه، رفتم کمیته به اصطلاح مصارف، بعد اومدیم توی هیئت مدیره، توی هیئت مدیره مدیر مالی اومده، مدیر حقوقی اومده، اونجا تصفیه کردیم، اونا تایید کردن، بعد به من گفتن آقا این 12 تا رو برو 5 تا بکن، دادم. آقای حافظ ببینید اصلا 5 تای ما، من تو اون جلسه هم خود آقای قربانزاده کنار من نشسته بود، گفتم آقا تو 95 تا رو بده، این 5 تا من میدم، اصلا خودم میدم، من 10 تا از این 5 تا رو به این باشگاه. ببین این بی اخلاقیه، این ناجوانمردانه است. بعدم شما تا زمانی که نرفتی دادگاه و حکم قضایی صادر نشده نمیتونی کسی رو محکوم کنی، نمیتونی محکوم کنی. من چک رو دادم میرم دادگاه، وقتی من چک رو دادم به طرف پولش رو دادم دیگه، این لکسوز من که چی میدونی از هر من شمسه، همه دونستن عکسش هست، من دادم به یکی بازی کنم. خب دیگه این چی؟ ضمنی که اگه من پولو شما میگیم به من قبلا دادین، دوباره بعد چرا به این بازی کن پول دادین 6 سال بعدش؟ ببین اینا رو، اینا خیلی حرف هست که مال محکمه است. یه ذره میخواستم بگم که هوادار یه ذره روشن بشه، بریم روی بحثا. ببین آقا من یه نکته رو در این خصوص بپرسم، چون توی اون حکمی که اومد بیرون و اسنادی که سازمان خصوصی سازی به شکل رسمی منتشرش کرد، به 5 بند فکر میکنم 6 بند، آره 6 بند اشاره میکنه. در بندهای اولش اشاره مستقیم میکنه 5 فقره چک اشاره شده عبارت از چک شماره فلان به تاریخ فلان، چک شماره فلان، همینطوری چک ها رو یک به یک میگه و بعد اسم بازیکن‌ها که میگه آقا اینو یک بار پرداخت شده، لاشه چک باید از بین میرفته، مخدوش میشده، پانچ میشده و در بایگانی باید پانچ میکردیم، باید پانچ میکردیم، باید پاره میکردیم، از این فیلم منم بلدم بکنم. خب شما وقتی پول رو پرداخت نکردی چه پانچی؟ ثابت کردم دیگه. اونجا ایشون میگه 1 میلیارد برداشته برای این 4 تا چک، وقتی اونجا برداشتی نیست، چه برداشتی هست، چه واریزی هست؟ از بیخ غلطه، ادعا از بیخ غلطه. نشون دادم که اون میگه 1 میلیارد برداشتی برای این 4 تا چک. نه میدونین دارم به این اشاره میکنم، میخوام توضیحاتتون رو بپرسم تو این چیزی که همین دیگه اون میگه دقیقاً گفتن شما این پولو، یعنی اظهارات و اقرار دنبال واژه درستش میاد، اقرارنامه بازیکن ها هست که آقا من در فلان تاریخ این پول رو گرفتم و دیگه مطالبه این ندارم از شما. آها میگن ببنی... چون این اقرارنامه رو شما گرفتی اون چکه بعد قاعدتا منهدم میشده. نه دیگه ببینید شما مخدوش میشید. ببینید شما الان یه دونه چک امضا کردی داد دست من، چک دادی به من، پولش از من گرفتی، خب بعد میگی این چک رو گم کردم، باید بهت پول بدن؟ نباید بهت پول بدن دیگه، باید چک بدن، چک باید بدی شما. میشه اگه اینجوری باشه من از شما چک میگیرم میبرم میفروشم دوباره میگم که گم کردم یه پول دیگه بده. اینجوری که حساب‌های مالی اینجوری نیستشه. اون بازیکنی که رفته گفته اینو گم کردم،
شما باید اونم باز روال داره، باید میرفت از بانک مفقودی میگرفت، باید میرفت از قوه قضاییه. یکیشون گفته فکر کنم امیر حسین صادقی فرا گفته. نه امیر حسین صادقی هم به من گفت، گفت من آقا یادم نبوده این چه شو... من فکر کردم شما این چک گرفتین. خب ببینید اصلا اون مقصر نیست. من میگم شما وقتی به کسی بابت چک پول میدی، همون که میگه پانچ باید بکنی، باید بگیری، آره باید بگیری پول از اون بازیکن بگیری، پانچش کنی، پارش کنی، بعد پول بدی. وقتی که چک بهت نداده برای چی پول دادی؟ آیه فتح‌العزیز الان یه سری پیام اتفاقا فرستادن، الان پژمان یه یادآوری درست کرد و اتفاقا تو ذهن خودم هم بود. زمان بیان این صحبت و این توضیحاتتون عده معتقدن میگن آقا دیر نیست، چرا زودتر از این نگفتید؟ ببینید به دلیل اینکه من یک استقلالی ام. اول اینو باز البته شما اینم بگم که ما دو هفته برنامه نداشتیم و فقط آره. لازم خواستم من اینم بگم خدمت شما. ببین اول اینو تمام کنیم. ببینید این چک مک هر چی که هست جای خودش قوتش باقی میریم دادگاه دیگه اون جمع. ولی من میگم اون شخصی که به عنوان مسئول خصوصی سازی آقای قربانزاده اومد اونجا نشون داد این سندو، گفت سند 257ه، این سند 257ه، گفت اینجا آقای فتح‌العزیزاده 1 میلیارد برداشت بابت اون 4 تا چک. ببینم من خب وقتی که شما این برداشت نیست، یعنی من بر نداشتم دیگه، وقتی بر نداشتم مثلا چکارم چیه؟ پاس نشده دیگه، درسته یا نه؟ میگه اینو برداشتی برای اون 4 تا چک، درسته؟ خب این برداشت نیست، این واریزه. وقتی من بر نداشتم چجوری پس اون چک رو پاس کردم؟ پس معلومه که ایشون اشتباه کرده، اشتباه داره میگه. هستم رو حرفم، هر آدم اقتصادی شما بگین الان دیدن اینو زنگ بزنن بگین آ من درست میگم یا غلط میگم. این از اینجا بره اون و چرا نگفتم اصلا آقای که بعضی از دوستان عزیز من هواداران میگن آقای فتح‌العزیزاده شما وقتی دیدی اینجوری چرا نرفتی؟ میرفتی دیگه ها؟ حرف درستی دیگه، میگه میرفت. ببینید من چرا نرفتم؟ چه اتفاقی افتاد؟ به من گفتن 300 میلیارد تو حساب پوله دیگه، الان ثابت شد که گفتن دیگه. این اجازه بدید قدم به قدم با هم بریم بل. جلو آقای فتح‌العزیزاده عزیز، خب بحث چه کار شما توضیح دادید، منم تا اونجایی که یعنی ایجاب می‌کرد و مدارک روی سایت ها بود ازتون پرسیدم، یه سری هاشم آقا من دیگه دسترسی ندارم، یعنی نگید آقا چرا اونو نگفتی، خب من به اسناد مالی نساز ما خصوصی سازی دسترسی دارم، نه باشگاه سه خدمت شما عرض کنم که در مورد طلب استراماچونی پول توی حساب شما میاد توسط جناب سررشته داری توی یک مصاحبه تایید میشه، توسط خود شما تایید میشه و بعد میگید که آقا بازیکن من داشت اعتصاب می‌کرد، من ترجیح دادم پول رو اونجا بدم به خاطر اینکه تو کوران بمونن. الان استقلال نه قهرمان شده، وضعیت قراردادش هم وضعیت‌های نابسامانیه و از آسیا هم حذف شده. بهتر نبود همون موقع با همون 90 میلیارد که حالا خصوصی سازی میگه من 123 میلیارد پرداخت کردم، شما میگید آقا 90 میلیارد بیشتر به من نرسیده، همون موقع چرا طلب استراماچونی پرداخت نشد که الان هوادار استقلال آسیا رو ببینه امسال؟ ببینید شما یک کارهای مدیریتی باید بکنید دیگه، درسته؟ اولا همین چیزی که شما میدین، دائم آقای قربانزاده میگفت ما 120 میلیارد پول تو داریم میدیم، توجه کنید 120 تا. اون موقعی که میگفت 120 تا داریم، ما یه چیزی حدود 60 تا به آقای چیز بدهکار بودیم، به آقای استراماچونی، توجه بکن اینو 120 دلار چقدر؟ 120 تا، اونجا چقدر؟ 60 تا. یعنی ما 60 تا دیگه داشتیم چیکار کنیم؟ خرج کنیم. من ببینید اینا انقدر طول دادن، ببین اینا همش بحثه ها، تا این پولو من بیام بگیرم یک ماه خورده طول کشید. ببینید این 120 تا که 120 تا نبود که دست ما که رسید چقدر شد؟ شد 90 تا. 90 تا هم در دو قسم ما داده شد، یه دونه 70 تا، یه دونه 12 تا، یه بعدش هم یه چیز دیگه دادن. خب 20 تاشو بعدن دادن. زمان که گذشت اون 60 تای استراماچونی شد 90 تا، 70 تا، 80 تا، 70 تا، آره 70 تا. خیلی خوب، یورو بوده ها، خیلی خوب. بله من اون پولی که گرفتم کی بوده؟ آذر بوده، آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین. ما 4 ماه فرصت داشتیم چیکار کنیم؟ پول پرداخت کنیم، پول آقای چیز پیدا کنیم. ولی در اون مقطع که 4 ماه مونده بوده این پول دست من اومده، بازیکن‌ها اعتصاب کردن. خب همین دیگه، الان نکته همینه، میگه آقا شما میدونستی که تا فلان تاریخ نه اگر اجازه بدید میگم مدیریت رو دارم توضیح میدم. بله مدیریت ایجاب میکرد، این مدیریت من بود، قضاوتش با مردم. من نمیتونستم همون موقع پولا بدم به استراماچونی تیم اعتصاب کنه. الان نکته توی درآمدزایی
آقای دکتر فتح‌الله زاده در زمان مدیریتشون در استقلاله. میگن شما که این قول رو گرفتید از سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش و جوانان که این پول بهتون پرداخت بشه، شما این پول رو میدادید به استراماچونی، خودتون هم بخشی باید درآمدزایی میکردید. با درآمدزایی خودتون این بازیکن رو تیم احتساب کرده، شما متوجه میشین؟ تیم نمیره تمرین کنه، تیم نمیره بازی بکنه. من 4 ماه دیگه فرصت دارم اونجا برم پول پیدا کنم استراماچونی بدم، از الان پول بدم 4 ماه تیم تعطیل بشه، قهرمانی رو از دست بدیم، تیم بازی نکنه، نمیشه که. تو مقطعی بازیکن‌ها مصاحبه کردن گفتن آقا ما حاضریم که پول ما رو دیرتر بدید ولی تو آسیا باشیم. من حاضریم چیه آقا؟ به شما بس احتمال اطلاعات نداریم. روزی که من اومدم تیم اعتصاب کرد، کل تیم اعتصاب کرد، خب بازی نمی‌کنیم. من ازشون قول گرفتم که تا 1 ماه بهشون پول میدم، به همین دلیل اومدم بازی رو ادامه دادم من پولو بدم. این حرف صحیح نیست، چون تیم اعتصاب رو کرده بود، بگه نگین همه میدونن تا اعتصاب. شما برای تسویه با بازیکن‌ها روی این پول حساب کرده بودید یا جای دیگه؟ نه جای دیگه. الان بهتون میگم. پس چی شد اونجا دیگه؟ الان بهتون میگم. ببینید، ما اونجا پول گرفتیم، اولا که 120 نبود، 70 تا بود. بعدش میگه که خب بدهی داشتیم، بدهی رو باید میدادین. خب مگه ما گفتیم بدهی نباید میدادیم؟ ما بله به بانک بدهی داشتیم، باید میدادیم، ولی من نمیدونستم که بدهی اینقدر داریم به بانک میشه 120 تا میشه 90 تا. متوجه چی میگیم؟ 90 تا 120 30 تا فرق میکنه. از اون برم نه شما نه بنده نمیدونستیم که دلار یوها از 30-40 تومن میاد میشه 55 تومن. خب اینا رو باید در نظر بگیریم دیگه. به هر حال تشخیص من این بوده که بازیکن اون موقع پول بدم. خود آقای قربانزاده به من گفتش که ما پولی رو که سازمان ورزش، پولهایی که ما در حساب ها نیامده بوده باید سازمان ورزش چیه اینو بده. من حساب یه کردم. نکته ای، شما یک قرارداد با یکی از اپراتورها داشتی، یه مصاحبه با خبرگزاری فارس میکنید آیه فتح‌الله‌زاده، توی مصاحبه حالا نمیدونم شاید به شوخی گفته اتفاقا به خاطر من پول بهم میدن، ولی همون موقع یک زمزمه خیلی جدی بود که به خاطر علی فتح‌الله‌زاده ما پول به استقلال پرداخت نمیکنیم. این چقدر صحت داره؟ صحت داره، چون همشون جمع شده بودن که به ما پول ندن. چرا پول ندن؟ به شخص شما یعنی با شخص شما مشکل نه داشت. با شخص من نه، یه قافی جای دیگه دادن، یادت نره دوباره پس اینو نشون بدم بعدم بهم بگو. عطمان. ببینید آقای قربانزاده به من گفت آقا پولی که در حساب صورت‌های مالی شما نیست، وزارت ورزش تعهد کرده که چیز کنه این پولا رو برگردونه. این پول 100 میلیارد، بالای 100 میلیارد بوده. من حساب کردم گفتم خب گفته دیگه، این اون پولی است که سازمان ورزش باید میداده، وزارت ورزش باید به ما میداده. چقدر؟ 135 میلیارد بود. از چه از کجا باید بهتون میده؟ از اون سپرده ارزش. ببینید وقتی تیمو بردم توی فرابورس باید بدهی‌های باشگاه صفر بشه دیگه ها. اونجا وزیر نوشته تعهد کرده خود آقای قربانزاده. آقا فرابورس رفتی دادی فرابورس شرایط کم بود. آره دیگه، ببین همین برنامه رو آقای قربانزاده تو برنامه اختصاصی آخری که داشت تکی اونجا رفت نشست صحبت کرد، به یک کسی اجازه ندادم بیاد جواب بده. اونجا جواب بدیم آقا. هم آقای خلیل‌زاده رفت جواب بده، هم آقای حجت کریمی رفت جواب بده، هم من رفتم جواب بدم. یکیش همین بود که آقا ما وثیقه ندادیم، این دروغه. من امروز حالا 10 روزم از اون گذشته، هنوز نرفت، ممکنه فردا بخونه، ولی تا امروز من نرفتم. چرا دروغ میگین؟ چرا تشویش اسانمون نذاشتن؟ تو اون جلسه، تو اون برنامه آقای قربانزاده میگه که بله یه تعهداتی وزارت ورزش داده عمل نکرده، همیناست. ببین 135، من گفتم خب تو این 4 ماهه 135 تا ازش میگیریم میدیم اونجا دیگه، یا نه وام میگیریم. من یک سوال از شما دارم. چرا وام میگیریم که این وام نه هم استقلال پرسپولیس رو بیچاره کنه باید برگردونه؟ نه این وام نیست، این پول ماست، اینو دادیم باید به ما برگردونه. بدهکاریه. اینو بالا بگیرید ببینم. این بدهکاریه وزارت ورزشه. این بدهکاری بابت چیه وزارت ورزش به شما باید پرداخت؟ وزارت ورزش تعهد کرده بود که اون طلبهایی که از باشگاه مردم دارن و در صورتهای مالی نیومده موظفه که پرداخت کنه. طلبهایی که مردم طلب دارن از باشگاه در صورتهای مالی باشگاه نیومده یعنی چی؟ این از کجا؟ ببینید شما میخواین تو فراپوس اینو واگذار کنین دیگه. نه این الان بحثتون دقیقا بحث همون افزایش سرمایه که مردم پرداخت کردن به اون مربوط میشه. نه ببینید یه شرکتی شما وقتی میخواین واگذار کنین یه بدهیایی داره دیگه. بله. اون بدهیا رو باید شما صاف کنین، صفر بشه، یارو بخره دیگه. با بدهی که نمیخره، بدهی باید صفر بشه. یه بخشش رو سازمان خصوصی سازی حساب کرده داده،
به مدیر وقت اجازه داده که از اون سرمایه بده. یه بخششو گفته که ممکنه تو این صورت های کلان بدهی باشگاهه یه سری افراد که طلبکارن تو اینا نمیده باشه نیست. متوجه شد. اگر بعدا 135 میلیارد واسش دیده اومد این صد بعدا به نوعی می‌خواست بعدا این 135 میلیارد رو پیدا وزارت ورزش پذیرفته پرداخت بکنه که حالا اگر یه چیزی بود از این بدید دیگه. 135 تا نه ها گفته کلن هر بدهی که بعدا باشگاه پیدا بشه که تو صورت‌های مالی به خصوصی سازی نه. اعلام نشده پرداخت کنه، متعهد شده وزیر وقت. خب این اوناست، این بخشی از اوناست 135 تا. خب من گفتم که آقای قربان‌زاده تو جلسه همون آخری همون مصاحبه گفت که یه بخشی بود ندادیم قرار. خب این 135 تاست، اگه نمیداد که من بدهی نداشتم که. اصلا همه اینا رو بذار کنار شما حافظ، من یه سوال دارم. شما بهم بگو که چرا من که امروز رفتم فردا چرا این پولو دادم؟ من همین ازتون پرسیدم دیگه. همین پرسیدم گفتید بخبرم. بازم بحث به خاطر من نبوده. خاطر کی بوده پس؟ بحث اونجا بوده که آقای قربانزاده به مسئولیت و به تعهدش عمل نکرده بوده. اون چی بوده؟ مأموریت اصلی آقای قربانزاده این بوده که مالکیت مشترک دو باشگاه رو حل کنه. مالکیت رو دو تا باشگاه مشترک دو باشگاه رو چکار کنه؟ حل کنه. اگر نتونه مالکیت مشترک دو تا باشگاه رو حل کنه چیه؟ هر دو تا تیممون هست میشه از آسیا. چون ای اف سی چیه؟ من میخوام آیه فتح‌الله‌زاده یه چند تا مبحث دیگه هم بهش ورود بکنم. اینا نگم، این خیلی مهمه. اینو بفرمایید کامل. ببینید ایشون نتونسته بوده در مورد مقرر مالکیت رو حذف کنه. بنابراین ما پول هم که میدادیم یکی از ما باید حذف میشد. چون مالکیت اینو من مفصل در موردش صحبت کردم. حل نشده دیگه. مالکیت حل نشده. حل شده؟ نه مالکیت حل نشده دقیقاً. منتها این اتفاقا تو این برنامه صراحتن پرسیدیم که آقا اگر مالکیت مشترک بود با این مالکیت مشترک یک باشگاه باید حتما باشه یکی دیگه هست بشه، ردش کردن. فکر کنم با آقای جناب اولیایی صحبت کردم. اتفاقا آقای اولیایی تایید کرد. من یادمه. گفت بله اگر که این دوتا با هم بودن نمیشدن برن. نه اینکه اگر مالکیت مشترک داشته باشه همچنان که هست. آره یک تیم بازم امکان حذفش بود. هست آره احسن من همینه میگم. پس بنابراین اینها استقلال رو مظلوم گیر آوردن. بله و تصمیم گرفتن که استقلال حذف بشه به خاطر این هم پولو ندادن تا زمانش بگذره. آقای قربان‌زاده یه پیام صوتی از شما بیرون اومد. یه چیز دیگه هم بگم بخشین. در با که آقای قربان‌زاده داده بودید اون قصه‌ش چی بود؟ چی بود؟ یه پیام صوتی از شما بود که در مورد آقای قربان‌زاده بود همینجوری پخش شد همه جا. ببینید من آقای قربان‌زاده در زمانی که از کجا این چیزا پیش اومده چرا با من مخالفت می‌کرد؟ بنده و پیشکسوتان و نخبه‌های ورزشی اکثراً البته با خصوصی سازی این مدل مشکل داریم، قبول نداریم این رو، میگیم غلطه. در یک مسابقه تلویزیونی من با ایشون جربز کردم و ثابت کردم که این راه غلطه. این شد چینه، من فکر نمیدم این چینه میشه. و وقتی من میام اونجا این بده، من با شما کری میکنم، با آقای آبدینی کری میکنم، با پرسپولیس کری میکنم، چه کریایی میکنیم ولی ریشه همو نمیزنیم، کری میکنیم، با هم رفیقیم. این یه مصاحبه ساده رو تو دلش نگه داشته، این هم بدبخت سر من آورده. یعنی میگید این وایس هم که بیرون اومد، این صدا هم که بیرون اومد، این وایس بوده. من اومدم باز دلجویی کردم، گفتم آقا شما دم همون الان دیدی، گفتم بودم الان معتقدم که متاسفانه اطلاعاتش رو از یه آدمهایی که خودشون خطاکارن و میخواستن خودشون رو نجات بدن بهش اطلاعات دادن. مثل همین اطلاعات این که ثابت شده است. یعنی شما در مورد یه صدای دیگه از شما بپرسم، آقای ساپینتو به شما گفته من بازیکن نمیخوام؟ ببینید آقای ساپینتو، آقای کیز، من چرا 400 هزار یورو تو شرایطی که پول نداشتم رفتم میلیچو و پینو حل کردم؟ چرا؟ برای اینکه پنجرمون وسع نشه دیگه. اگه نمیخواستیم بازیکن بگیریم مریض داشتم که اون پولو بدم، اون پولو میدادم به بچه‌ها دیگه. من گرفتم ساپینتو به شما پیام داد که من بازیکن نمیخوام. ساپینتو به من گفتش آقای فتح‌الله‌زاده تیم ما الان رو افتاده، داریم 3 تا 4 تا میزنیم، تیم ما خوبه، من میترسم الان بازیکن اضافه کنیم این شرایط به هم بخوره. این صداش هست؟ آره هست. دارید؟ چیزش هست؟ کنیم. بله هست. پخش میتونید بکنید؟ آقای ساپونده اگه تکذیب کرد من پخش میکنم. اگه تکذیب کرد پخش میکنید؟ نه، چون ما با هم
ما حرفه‌ایم، اون همکار من بوده. آقای فتح‌الله زاده من بوده. یه مصاحبه ای رو خودش آخرش گفت. آخرین منتها دیر گفت. انقدر هوادار به من هی فوش میداد که آقا چرا بازیکن نمیاری نمیاری؟ خب باید میگفت. پنجرهشون باز نشد. شد؟ بعد یه سر استراماچونیشون برای کسش خاطی اومده بود. ببین من تا زمانی که ما بودیم پنجره ما برای استراماچونی بسته نبود. پنجره ما فقط برای میلی همین عرض میکنم و... پنجره شما از طرف فیفا باز شد ولی بر اساس چون رأی قطعی داشتید بر اساس قوانین نقل و انتقالات داخلی پنجرهتون بسته بودید. اگر بسته بود که نه فیفا اوکی، فیفا اوکی، فیفا اوکی. باز کرد پس... بر اساس قوانین ببینید. نقل و انتقالات داخلی بسته اشکال بودید. نداشت. ببین اون که بالاخره ما بسته نبسته باشه بود هورو میدادیم دیگه ها. پنجره اصلی ما این بود. بله. پین و میلیچ بود. میلیچ رو هم گفته بودم دادیم تموم شده. بیا من متوجه شدم که چیز شده. من می‌خواستم با ترتیب بیام شما یه سوالاتی چیز می‌کنی رشته کار می‌دونی اگه من یه ذره توضیح بدم شما قشنگ همه اینا رو جواب میدم. ببینید اون چیزی که ما معتقد بودیم که باش مخالفیم این سند تحول دولته، مال منم نیست. خب ببینید اونجا چی میگه؟ میگه خروج دولت از باشگاهداری و واگذاری شرکت‌های فرهنگی ورزشی در قالب پیمان مدیریت از طریق آگاهی مزایده عمومی برای دوره 4 ساله چیه بررسی بشه به اهلیتش بده. دقیقاً چی رو میگه این دولت؟ این سند دولت بله، این دقیقاً اون حرفی است که ما میزدیم. دقیقاً میگفتیم آقا پیمان مدیریت بدیم. آقای قربانزاده یه جمله گفته شاه چی میاد این بدهی داره پیمان مدیریت بنده 4 سال دیگه بیاد بخره. اصلا ما بحث خرید نداریم. اصلا پیمان مدیریت ما دنبال خرید باشگاه نیستیم. بله. که ما میگیم باشگاه رو 4 سال بدیم به اهلش اداره کنه، خوب بود تمدید کنن، اصلا بحثو نداشتیم. این حرف چی بود آقای حافظ خان؟ حرف دولت بود. من خوندم میخوام بدم شما هم بخوند دوباره. نه من اونو دیدم. بله. دارم. این هست. پس این حرف دولت بود. من گفتم شما ایشون به زور رفت ما رو کرد چی؟ خصوصی سازی که الان پروژه خصوصی سازی آقای قربانزاده شکست خورده. خصوصی سازی قربانی آقای قربانزاده شد. قربانزاده هم قربانی خصوصی سازی شد. خب ببینید آقای حافظ خان ما قبل از اینکه اصلا خصوصی سازی بشیم میگه آقا کی تا حالا اینقدر پول آوردی؟ من 500 میلیارد پول آوردم. دمت هم گرم، دستم دم نکنه. ولی بیراه خرج کردی، پولو حرام کردی. راست میگی مخشن. وقتی پول نیوانده بود ما اینقدر بدهی داشتیم. شما خرج نکرد که اون داد باشگاه مدیرا خرج کرد. آقای حافظ خان به من 100 میلیارد ندادم که مال ترکیه چه بدم به دلیل اینکه چون اگه میرفتیم یکی باید حس میشد دیگه. وقت ما بالاتر بودیم ما میرفتیم بالاتر. ندادن مخصوصا خیلی پانس کردن پولو ندادن سوراخ کردن چه کارو آره دادن اونجا که به ما ندن که ما حس بشیم. آقای حافظ خان من همین چیزی که ایشون اینجوری نگاه میکنه حرف میزنه با قدرت از کدوم منابع میگه؟ از کمپ ناسخ ها میگه. بر کسی پوشیده است که اون کمپ رو کی گرفته؟ کی ساخته؟ من ساختم. زمینش رو من گرفتم. زمینش رو از یک ارگان دیگه گرفتم، مجانی گرفتم، به نام باشگاه کردم و همه اون چیزا رو من ساختم. اجازه بده برقوکار رو هم من گرفتم. منتها برقوکار مال دولت بود. اون روزی که ما رفتیم مملوک کار گرفتیم فیلمش هست. تا نصف پا چکمه پوشیدیم. فاضلاب بود. درست کردیم. اون شد الان دارایی ما. ما اونو 20 سال نگه داشتیم، خصوص سازی هم نبودیم. ولی این یک سال نیم که خصوص سازی شدیم، همین الان آقای قربانزاده اجازه داده اونجا 400 میلیارد رفته وام گرفته. اون چیزی که ما زحمت کشیدیم به دست آوردیم داده که اون از بین میره. حالا میگه شما دادین، هوادار اینو بدان. اون پولی که من مرغوب کار گذاشتم برای یک چیز من وام نگرفتم. من یک ریال وام نگرفتم. من وثیقه همون 350 تا 500 تایی که داده بودن به آقای که 90 تاش مونده بود اونو آزاد کردم. اون گرو رو به خاطر وامی که مدیر قبلی 150 میلیارد گرفته بوده گذاشتم. پس من وام نگرفتم، من گرو نگذاشتم. بر از بابت 150 میلیاردی که مدیریت قبلی از بانک شهر وام گرفته بود ما اونو گذاشتیم گروه اونجا. آقای فتح‌الله‌زاده چون دقایق پایانی هستیم من میخوام یکم به ماجرای شما و ساپین تو هم ورود بکنم. بله. در موردش توضیح بدید. چند یه مصاحبه اخیراً توسطی که از مسئولان وقت استقلال انجام میشه. ببخشید اصلا جانب. من ایشون رو عددی حساب نمی‌کنم که جوابش بدم. به متاسفم ببین متاسفم با اونجا که دروغه. به علیه اونم شکایت کردم. مثلا مهدی پور رو نمی‌خواستید اخراج کنید؟ نه ببینید
ممکنه شما 10 تا دروغ بگی توش دو مثل رادیوهای میدونین کیاره دارم میگم دیگه 5 تا راست میگن 3 تا هم دروغ توش قاطی میکنن. ببینم اگر میخواستم آقای مهدی پور رو من اخراج کنم گناه کرده بودم، تشخیص مدیریتیم بوده واضی نمی‌کرده، اذیت می‌کرده، می‌خواستم عوضش کنم. پس مهدی پور واقعا حاشیه درست می‌کرده و خوش سرش. ببینید مهدی پور پسر خوبیه ها، بعدها خیلی رابطه ها ما فرق کرد، خب بچه خوبی، ولی اون موقع تحریکات شده احتمال از طرف همین آدمی که مصاحبه کرده عجب، خب که با ما بد بشن همینا سامپینتور هی می‌خواستم با ما در بیندازن. آقای حافظ ببین من به شما میدونم من دروغ ندارم، من ببینید چه آگه قصه دیگه هم هست، میگن آقا شما ساپینتور هم می‌خواستید بذارید کنار باش مشکلش، حتی گفتید من با ماگا تموم کردم. تو کی هستی؟ اجازه بدین شما ببینید، شما من گذاشتم تا روزی که بودم توی باشگاه آقای ساپینتور رو بیرون کردم، بیرون کردم، نتایجش یکم سخت بود بیرون کردن دیگه، با توجه نتایجش سختی نبود. ببین شما اون روزی که من اومدم 8 تا عقب افتاد، خود هوادار میگفت بیرونش کن. خب یادتون رفته هوادار میگفت بیرون، بله دیگه شما برید نگاه کنید فضا رو، بیرونش نکرد، من نگرش داشتم 6-7 امتیاز عقب افتادیم. ببینید ساپینتو آدم خوبی بود، مربی و دانشی هم بود، ولی همینا که دور برش بودن عصبیش میکردن و اون نتایجو تو زمین میداشت. ببینید الان یه فکر دیگه هم هست، میگن آقای فتح‌الله‌زاده چون ساپینتو رو آقای آجرلو آورده بود، هر چی ساپینتو میگفت فکر میکرد توته مدیران قبلیه، مثلا دور از جونشون این فکر. ببینید من یه چیزی به شما بگم، اتفاقا من به خاطر همین رفتم، دیدم من دارم زحمت میکشم، تیم داره تو صدره، هی میگن آقای میخواد بذاره کنار، گفتم فوتبال دیگه، موقع میبازی میگن فتوزه، من اینجا استفاده دادم رفتم که بمونه. ببینید آقا حافظ برین جدول رو نگاه کنین، روزی که من باشگاه رو تحویل گرفتم، باشگاه رو تحویل گرفتم، پرسپولیس بالای ما بود تو صدر، ما دوم بودیم. روزی که من استفاده دادم استقلال بالای پرسپولیس بود، پرسپولیس اومد زیر، یعنی جامون عوض شد و باز دوم بودید، و باز دوم بودید، ولی با این حساب که یه رقیب اصلی که قهرمان لیگ شد رو آوردیم زیر خودمون، ما شد اون اومد بعد از ما قرار گرفت. اجازه ما... نه میخوام اصلا کلا در اختیار شما بذارم، پایین برنامه است، بله موضوعی اگر دارید و میخواد اشاره بکنید به عنوان جنبندی یا به عنوان ادامه این توضیح. من ساپینتور نگه داشتم، بهترین زمین رو در اختیارش گذاشتم، همه میگن که زمینی که من در کمپ ناصرخان در اختیارش گذاشتم به امکانات شدم از امکانات مجموعه انقلاب بالاتر بوده. انقلاب هم واسه همین تمدید نکردید؟ اونا خودشون تمدید نکردن، من با آقای عسکری لطف کردم تا آخر کیس با ما قرارداد دارم امضا کردم که بمونه دستمون، دو تا زمین در اختیار ما بود. من چند بارم گفتم به آقای مسئول زمین، گفتم اونجا رو آب بده، آب میده کرد و میخوام برن، ولی بچه‌ها نمیرفتن چون اینجا رو بهتر، امکاناتش خیلی تمیزتر و اتاقاشون خیلی شیکتر بود، موندن. پس زمین دادم، هواپیمای چارترشون برقرار بود، نهار شام هم یه چیزی من کم نذاشتم. تا روزی هم که بودم 72 میلیارد پول دادم، پاداشارم دادم. ببین همین شما و دیگران میگن چرا پول دادیم به اینا ندادین اونور، من الان درگیر اینم که چرا اینجا. ببین یه عده شیطنت کردن و ساپینتور ذهنشو خراب میکردم، ولی ساپینتور با من بود. شاید بگین که شما که رفتی شدین سوم افت کردین، خب بازی سختری شد، پرسپولیس شد، خب پرسپولیس زمان منم بود، با منم پرسپولیس بازی کرد، من مساوی کردم نباختم، ولی وقتی من رفتم دو تا رو باختم. من میخوام کلیات بگم خدمت شما. ببینید من چرا، ببین من روزی که اومدم آقای حافظ اونجا، آقای قربان‌زاده یه توهینی هم به من کرد، هی میگه 140 هزار دلار چی شد، شخصی گرفتی، باشگاه گرفت، شخصی گرفتی. من اصلا نمی‌فهمم که منظورش چیه شخصی گرفتم، یعنی جمعونم داره میده چه شخصی، یعنی چی؟ من شخصی نگرفتم، من برای باشگاه همون 140 هزار دلار رو دادیم، اون باعث شد که 90 تا به سانتا کرالا بیفته، بله. محبی رو در نیم فصل از دست ندیم، 600 هزار دلار جریمه ندیم، اون 140 هزار تا رو با شما وقت ندادین، اوورده بودم سندی که توی بانک میانه تو بلژیک چیه مصادره شده، بله. ولی با اینها این صرافی که میگفت سیستم نیست، بله. این آقای پیام الهی خیلی جوان خوبی بود، پول ما رو هم برگردون، در حالی که صرافی قانون میگه که پولو باید از اونجا بگیره برگردونه، ولی این برگردون. آقای فتح‌الله‌زاده شما مدیری هستید که به خاطر تلاشتون، زحماتتون همیشه محبوب هواداران استقلال خواهید بود. خیلی متشکرم. ممنونم از شما که به من وقت دادین، تشکر میکنم از شما. سپاسگزارم از شما. بینندگان محترم ممنونم که برنامه ورزشگاه رو تماشا کردید. جمعتون بخیر، در امنیت و آرامش. خداحافظ.